جلسه پنجم، 16 مرداد ماه 1395. به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه پنجم از سلسله جلسات فلسفه کیرکگارد رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به تفصیل در باب ایمان کیرکگارد و مؤلفه‌ها و مقومات آن سخن گفتیم و اینکه به روایت او مؤلفه خطرپذیری یعنی ریسک کردن، همچنین uncertainty یا عدم تیقن و اراده از مؤلفه های ایمان ورزی. گفتم که کیرکگارد فیلسوف مدرن قرن 19 است که از پی دکارت و کانت آمده و تصورش این است که ما به نوعی باید رابطه میان عقل و ایمان رو از نو تعریف کنیم و primacy of reason رو به زیر نقد بکشیم و به همین خاطر هم او چندان با فلسفه کیرکگارد و ببخشید با فلسفه کانت و هگل بر سر مهر نبود. خب بعد هم در بخش انتهایی عرایزم قیاس کردم ایمان ویتکنشتانی رو با ایمان کیرکگوری به جهت آشنایی بیشتر با دو ژانر از ایمان ورزی در فلسفه جدید. امروز چون که نوبت پیشین هم وعده کردم به مبحث تازه‌ای می‌پردازیم. ابتداعا من خلاصه‌ای از آنچه که نوبت پیشین بحث کردیم رو به روایت یکی دو پاراگراف از آقای پیتر وردی براتون می‌خوانم. لب مباحث نوبت پیشین رو، قصه uncertainty، قصه ریسک پذیری و مقولاتی از این دست رو، و بعد وارد یکی از مهمترین مباحث کیرکگارد بشویم، افزون بر قصه ایمان و ربط و نسبت میان Socratic truth یا حقیقت سقراطی در قیاس با Eternal truth یا حقیقت ابدی، و آن عبارت هست از مراحل سگانه. از بحث‌های مهم کیرکگارده و انصافش هم اینه که لذت بخش و نکته سنجانه است. امروز اگر کیرکگارد این مباحث رو طرح می‌کرد، شاید با توجه به رشد و پیشرفتی که دیسیپلین‌های مختلف معرفتی پیدا کرده، این بحث کیرکگارد رو سقه روانشناسانه و روانکاوانه پررنگی بهش میدادند. اما او در ابتدای قرن 19 سخن میگفت و احیانا این تفکیک ها و تمییز ها چندان مطمح نظر نبود. مراحل سگانه ای که تحت عنوان The Static Stage و The Ethical Stage و The Religious Stage ازش یاد کرده کیرکگارد، رو ما طی 3 جلسه به بحث میگذاریم. امیدوارم البته بحث طی 3 جلسه تمام شه و پس از این 3 جلسه هم حسن ختام ما، بحث ما عبارت است از رابطه کیرکگارد با کلیسا و همچنین تصویر کلیسا، ببخشید تصویر کیرکگارد از مفهوم عشق. فکر میکنم 10 جلسه بشه این دوره ما. تصور میکردم ابتداعا 8 جلسه بشود، اما حجم مطالب و بستی که لازم است بدان بخشیده شود، این کورس رو تا 10 جلسه فکر میکنم از پی خود میکشد. و قبلا هم گفتم اولین باری است که من فلسفه کیرکگارد درس میدهم. برای خودم هم جذابیت و عرض میشود نکات آموختنی فراوان داره. خب قبل از اینکه به مراحل سگانه و مشخصا امروز مرحله اول که مرحله زیبایی شناختی یا استاتیک است از منظر کیرکگارد بهش بپردازیم، بذارید اون فقره‌ای رو که ذکر کردم از انتهای چپتر 3 کتاب پیتر وردی رو براتون بخونم و بعد بریم به سراغ اون مراحل سگانه. دکتر وردی میگه که در انتهای این چپتر که Faith is the highest and most difficult demand. It is not something that one can achieve and then move on. It has to be lived out hour by hour, day by day, month by month, and year by year for the whole of one's life. It is totally demanding, challenging, uncomfortable and lonely. Iman
یک مقوله خواستنی دشوار، چیزی نیست که یک بار شخص بهش برسه، فراچنگ آوره و بعد از اون عبور کنه. این گونه نیست، بلکه باید با او زیست. با مقوله ایمان، ساعت با ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، بلکه تمام زندگی فرد رو در چنبری خود احاطه میکنه. یه امری کاملا چلنجینگ، راحت نیست و شخص تنهایی رو در تجربه ایمانی خود از سر میگذرد. بعد ادامه میده: We have seen that for Kierkegaard truth is subjectivity in that subjective truth involves an individual living out a relationship with God and there is no objective proof of the validity of this relationship. میگه ما دیدیم که برای کیرکگارد ایمان یه امر سابجکتیو یا انفسیه و حقیقت انفسی متضمن زیستن اون رابطه است، زیستن رابطه‌ای با امر متعالی یا خداوند بدون اینکه فرد objective proof یا اثبات عینی برای اون داشته باشه. Faith therefore involves risk. به همین خاطر ایمان با خطر کردن همراه است. یادتون هست بحث از uncertainty رو که می کردم و توضیح این که از محوری ترین مؤلفه های ایمان ورزی به نزد کیرکگارد uncertainty و عدم تیقن. اگر بشه objective proof برای یه چیزی اقامه کرد، دیگه اون متعلق ایمان قرار نمیگیره، از وادی ایمان به در آمده. نوعی تزلزل به معنای عدم ثبات، نوعی عدم ایقان، نوعی ابهام از مقتضیات ایمان ورزیه از منظر کیرکگارد. خب و در انتها میگه که However if Kierkegaard is not to stop ادامهش رو میخونم. He must provide some criteria for what it means to live in a relationship with God and how an individual can know that he or she is in such a relationship. میگه که در ادامهش، در انتهای این چپتر میگه که البته ما ممکنه که برای اینکه بخواهیم او رو از رلاتیویسم به دور بداریم، یعنی اگر قصه ایمان یه امر کاملا سابجکتیو باشه، میگه او در خطر the charge of relativism، خطر نسبی گرایی و نسبی اندیشی. میگه اگر بخواد این چنین باشه، باید معیار و محک‌های عینی به ما به دست بده کیرکگارد تا بگه چه معنایی رو مراد میکنه از رابطه فرد مؤمن با خداوند و اینکه چگونه فرد میتونه دریابه که در چنین رابطه‌ای قرار داره. این رو وعده میکنه که در انتهای کتاب بهش بپردازه. همون نکته‌ای که دوستان هم در بخش پرسش و پاسخ نوبت پیشین اشاره میکردن و خود من هم ناظر به پاشنه آشیل احتمالی بحث کیرکگارد که ما چگونه میتوانیم ملاک و محک‌های عینی به دست بدهیم برای ایمان ورزی و اینکه اون تجربه ایمانی بوده. اگر بالمره یک امر سابجکتیو باشه، بالمره یک امر انفسی و ذهنی باشه، چگونه بشه سراغ گرفت از رابطه میان تجربه ایمانی اصیل در قیاس با تجربه ایمانی نااصیل یا ناموجه؟ میگه این وظیفه کیرکگارد که وقتی از سابجکتیویتی یا ذهنی بودن، انفسی بودن درباره ایمان سخن میگه، به ما ملاک و محک‌هایی هم به دست بده که به مدد اون بتوانیم یک امر ایمانی معتبر رو از امر ایمانی علل ادعا، امر ایمانی نامعتبر بتونیم تفکیک کنیم. خب این ملخص آنچه که نوبت پیشین و عرض می‌شود بخش آخر جلسه سوم بهش پرداخت. بریم به سر وقت مراحل سگانی که ازش یاد کردم که از دیگر مباحث مهم کیرکگارد، فلسفه کیرکگارد. کیرکگارد در دو کتاب از آثاری که ازش منتشر شده، یکی Either Or یا این یا آن که قبلا هم بهش اشاره کردیم و همچنین کتابی تحت عنوان Stages on Life's Way یا مراحل عرض می شود که مسیر یک زندگی، مسیر زندگی، در باب این سه مرحله سخن گفته. بیشتر در کتاب Either Or در باب مرحله زیبایی شناختی و اخلاقی و در کتاب دوم راجع به مرتبه دینی.
چنانکه خواهیم دید مرحله دینی با زندگی دینی به معنی متعارف متفاوته و این معنا رو کیرکگارد به معنای زندگی دینی متعارف از religious life مراد نمی کنه. خب ببینیم مراد او از استیج های مختلف زندگی یا مراحل مختلف زندگی چیه و بعد امروز راجع به the static stage یا مرحله زیبایی شناختی یا چنان که در متون فارسی دیدم برای مرحله استحسانی مراد برای معادل گذاشتم، ببینیم چه معنی رو مراد کرده کیرکگارد. یکی از نکات جالبی که حالا ملموستره در این مرحله که خواهیم دید، ملموسه برای خیلی ها، مخالفت کیرکگارد با ازدواج در مرحله استاتیک. یعنی معتقد خیلی از کسانی که عرض می شود که زندگیشون در مرحله زیبایی شناختی قرار داره، از نظر اونها ازدواج به توضیح که خواهیم دید، اونم ازدواجی که for good، یعنی کسی برای همیشه با کسی پیوند زناشویی میبندد، پیوندی که تو هم با عرض میشود محبت هست، میگه این امر معناداری نیست، باید تنتیتیو باشه، این زمان بدید، مثلا میگی تا می فلان سال، این مثال خودش زده، حالا براتون میخونه. او معتقده در مرحله زیبایی شناختی زندگی باید این چنین باشه، یا دست کم چنین تصویری از قصه لاو و زندگی و مریج داره که حالا این بخشش رو حتما امروز میخوانیم، که چه دوستانی که اینجا حاضرن چه عزیزانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن از این هیچ تفتونی به مباحث کیرکگارد پیدا بکنن. بنده رو البته از هیچ حیثی شما متهم ندارید، چه از این سو چه از آن سو، گفت من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم. من خودم این بخش از سخنان کیرکگارد رو ندیده بودم تا قبل از شروع این دوره و نمیدانستم که این چنین راجع به ازدواج و نسبتش با مراحل سگانه که خواهیم دید سخن گفته کیرکگارد. و بعد هم نکته دیگری که باز بر من نامحشوف بود، نسبت این بحث از بحث کیرکگارد راجع به دمانیک که خواهیم دید با ابرمد مرد لینیچه است، که قرابت قابل تأملی با هم دارن که انشالله اگر امروز وقت بشه به همه اینها خواهیم پرداخت. خب بپرسیم مراحل سگانه که کیرکگارد ازش یاد میکنه مراد چیه؟ اولا این مراحل لزومی نداره از پی یکدیگر درآیند، یعنی سکونشیال به اصطلاح نیستند، متوالی نیستند که کسی لزوماً مرتبه اول رو تجربه کنه و بعد به مرتبه دوم یا سوم پای بره. ممکنه از مرتبه اول به مرتبه سوم از می شود جامپ بکنه مستقیماً، یا ممکنه از ابتدا با مرحله دوم آغاز بکنه مطابق با صورت بندی کیرکگارد، یا از همه مهمتر چنان که خواهیم دید اساساً پای به این سه مرحله ننهد، چون کیرکگارد خواهیم دید توضیحش اینه که خیلی از آدمیان به این مراحل سگانه‌ای که او توضیح میده در زندگیشون نائل نمیشوند و درک و حظی از آن لزوماً ندارند. خب آنچه قوام بخش این مراحله و این که از نظر کیرکگارد کسی میتونه پای بنهد به این مراحل سگانه که اولی مطمئن نظر ماست که مرحله زیبایی شناختی باشه، عبارت است از زندگی که عرض میشود محوریتی داره، زندگی که هدفی داره. به اون میگوید کسی که پای نهاده به مراحل سگانه. توجه فرمودی، یه متافوری استفاده میکنه برای توضیح سخنش، میگه خیلی از انسانها زندگی که میکنن مثل کسیست که سوار اسب شده و این اسب به هر سمتی که حرکت بکنه راکب رو از پی خودش میکشه، بدون اینکه لزوماً هدف از پیش تعیین شده ای فرد داشته باشه، محوریتی و مرکزیتی زندگی رو داشته باشه، باری به هر جهته به تعبیر من، از این سو به وزد باد به این سو میره، نه به معنی مضمومش، این که میگم باد نه این که عضو حزب باد که ما میگیم نگاتیو کانوتیشن داره، نه، یعنی یک نقطه محوری، یک مسیر مشخصی که معطوف به غایت روشنی باشه، این مطمئن نظرش نیست. میگه به همین خاطر
خیلی از آدمیان که سوار اسبن هر جا که اسب اونا رو بکشونه از پیش میرن، و مادامی که فرد در این مرتبه باشه از منظر کیکگارد وارد این مراحل سگانه، مراتب سگانه نشده، چون از وقتی که فرد سودای سربالایی به تعبیر مولوی پیدا میکنه و میدونه که به کدوم سمت میخواد بره، اون وقت میگه که وارد مرحله استاتیک شده، زیبایی شناختی، که مرحله استاتیک از نظر او میتونه متعلقش پاور باشه، مانی باشه، رپیتیشن باشه، هاوی باشه، همه اینها، یعنی قدرت، شهرت، پول و سرگرمی، اینا به شرطی که کانسیستنت باشه، به شرطی که شخص با عنایت از پی آن روان بشه، میگه این مرحله زیبایی شناختی رو فرد از سر بزنه. توجه دارید؟ بذارید اون عرض میشود توضیح شعرگونه ای رو که کیرکگارد در کتاب Concluding on Scientific Postscript برای کسانی که هنوز وارد این مراحل و مراتب از نظر اون نشدن بخوانم، و بعد وارد توضیح بیشتری بشویم، توضیح ببخشید بست بیشتری بدهم مرحله زیبایی شناختی رو. میگه که از اینجا آغاز بکنیم. میگه The existing person is the driver. That is, if existing is not to be what people usually call existing, because then the existing person is no driver but a drunken peasant who lies in the wagon and sleeps and let the horses shift for themselves. خب بعد جای دیگری میگه روایت نویسنده رو، نویسنده کتاب رو. Yet for many people life has no center. They drift through life attracted by whatever momentarily takes their interest and fancy. They are subject to all the vagaries of fate, and whatever their whim may be at a particular moment, they are often oblivious, unable to engage in self-analysis or understand where they are going. توجه فرمودید. میگه که عموم آدمیان، کسانی که هنوز وارد این مراحل سگانه نشده که محل بحث این چند جلسه ما خواهد بود، حتی مرتبه استحسانی یا زیبایی شناختی که مرحله اولیه است و در جای خودش هم البته کیکگارد اون رو بر میکشه و بعد میگه از اون شخص میتونه عبور بکنه، میگه خیلی از آدمیان کسانی هستند که در لحظه با یه چیزی فنسی میشن و مثل کسی که سوار واگن شده، مثل کسی که سوار اسب شده، به هر جایی که اسب سوق بده او رو به همون سمت حرکت میکنه، نه لزوماً با یک برنامه و پلن مشخص. آنچه که مومنتاریلی، همون در جا به نحو آنی، علاقه اونها رو به خود جذب کنه و سرنوشت اونها رو بسازه، اینا نمیتونن انگیج بشن، درگیر بشن. They are often oblivious, unable to engage in self-analysis or understand where they are going. اینا به خود تحلیلی یا خودکاوی، خود شناسی به تعبیر من چندان اشتغالی ندارد. به همین خاطر میگه که اینا، تو نقل قولی که از کتاب Concluding on Scientific Postscript خوندم، میگه مثل آدم های مستن، درانکن، و به سمتی و سوی از پیش مشخص و سودای سربالایی به تعبیر مولانا با سودای سربالای حرکت نمی کنن. Most people therefore are like drunks. They have no control over their lives and drift through existence. People who inhabit or seek to inhabit one of Kierkegaard's three stages are in a very different position. Being in any one of these stages places an individual in a minority. People in their stages have reflected on life, and life has a clear center for them. But the stages differ in that there are radically different centers depending on which stage an individual is in. There are three stages: the static, the ethical, and the religious. Although there are also subcategories of these. خب، پس توجه کردید از منظر کیکگارد عموم آدمیان به این معنا مستند که سمت و سو و محوری نداره زندگیشون. چند سباهی به این سو میقلتن، چند سباهی به سمت دیگری میقلتن، مثل کسی که سوار اسب
اسب او رو به پیش می‌برد، مثل کسی که سوار واگن شده هر جا که لوکوموتیو ران قطار رو ببره حرکت می‌کنه. به زندگی متعارف مشغولن و آنچه که مد به نظر کیرکگارد است، نه اینکه یعنی صبح از خواب بلند میشن نمیدونن چی کار میکنن، نه اینکه یعنی لباساشون رو نمیپوشن، جوراباشون رو به تعبیر نویسنده پاشون نمیکنن که دنبال جوراباشون نمیگردن که نرن سر کار، نه چرا، حتما کار دارن، بار دارن. مرادش اینه که سلف انالیسیس نمی کنند، خودکاوی و خودشناسی نمی کنند و به این معنا زندگیشون هدف و مقصد مشخصی نداره. و به همین خاطر میگه خیلی از آدمیانی که با عادات روزمره، با عادات ذهنی و عملی مشغولن، از منظر او وارد این سه مرتبه و سه مرحله نشدن. زندگی به تعبیر سقراط سنجیده است که شخص رو وارد این مراحل سگانه میکنه. کسی که در حال people in the stages have reflected on life and life has a clear center for them. کسانی که وارد این سه مرحله میشن کسانی هستند که زندگیشون یه هدف محوری و مشخص داره و در حال تأمل و تفکر درباره زندگی خود بودند. خب بعد نویسنده به مفهوم ایرونی یا کنایه اشاره میکنه که خب میدانید قبلا هم فکر میکنم نوبت اول گفتم که رساله‌ای که کیرکگارد نوشت در باب مفهوم ایرونی یا کنایه در آثار سقراط بود و اینکه توضیح میده کیرکگارد ایرونیکلی به نحو کنایه آمیزی آنچه که بیشتر مردم بدان اشتغال دارن و آنچه که البته افرادی رو که وارد این مراحل سگانه می شوند از یکدیگر جدا می کنند. خب بریم حالا سراغ مرتبه زیبایی شناختی که موضوع بحث امروز ماست با این توضیحاتی که عرض کردم. در مرحله زیبایی شناختی توضیحاتی که کیرکگارد میده این است که کسی که در این مرحله قرار داره اولا زندگی او محور و مرکز مشخصی داره، یک تمپورال گولی داره، یه هدف موقتی و البته مشخصی که خود رو تماما فقط وقف اون کرده. اون میتونه به دست آوردن قدرت باشه، به دست آوردن پول باشه، به دست آوردن شهرت باشه، سرگرمی هایی باشه که او رو به خود مشغول کرده، ولی به هر حال مهم این است که فردی که وارد مرحله زیبایی شناختی شده کنترل زندگی خود رو خود در دست داره. در وهله نخست میدونه به کدوم سمت داره حرکت میکنه و در این حال شخص لزوماً در بند تبعیت از نرمهایی که چه جامعه برای او چیده و گذاشته، چه قواعد اخلاقی متعارف که سوشالی کانستراکتده یعنی در جامعه ساخته شده، شخص لزوماً در پی تبعیت از آنها نیست. کسی که در مرحله زیبایی شناختیه از منظر کیرکگارد و در کتاب این یا آن سعی کرده در این باب توضیح بده و مؤلفه های این مرحله رو باز شمار. من بذارید دو فقره رو براتون بخوانم از کتاب و توضیح بدهم که احیانا مراد کیرکگارد چیه. جالبه در مرتبه زیبایی شناختی از منظر کیرکگارد فیلسوفانی مثل هگل و کانت هم اینجا میستن، یعنی شخصی که دیووتده خودش رو وقف اینتلکت خودش هم کرده، کسی که در پی به دست آوردن یا قدرت یا ثروت یا شهرت یا علم یا اینتلکت خود رو، عقل خود رو میخواد فلاریش کنه، عقل خود رو میخواهد شکوفا بکنه، همه اینها وقتی که شخص به این امور محوریت بخشیده و چنان که خواهیم دید چندان از دایره و حصار شخصی خود بیرون نمیاد و قویاً معطوف به مسائل خودشه. در انتهای این بحث یه مفهومی رو کیرکگارد بر ساخته به نام دمانیک که اشاره کردم، این شبیه ابرمرد نیچه است. یعنی در مرحله آخر زندگی زیبایی شناختی یا مرحله زیبایی شناختی شخص با امر متعالی یا صاحب قدسی هستی هم مسئله پیدا میکنه از منظر کیرکگارد. و بعد نکته خیلی خیلی قابل تأمل در اینجا که من وقتی میخوندم به اندیشه فرو رفتم و فکر کردم، این مفهوم تکراریه که او در این قصه میبینه، تکراری که معالن ملالنگیزه، نوعی ریپیتیشن در کار هست
نوعی شخص دائما در پی این که آنچه که میخواهد به دست بیاورد رو، اعم از قدرت، ثروت، شهرت، حتی پرورش دادن اینتلکت، به یه معنا ساتیسفکشنی از منظر کیفگار در این کار نیست، حد یقین این نهایت نداره. توجه فرمودید؟ یعنی شخص به میزانی که اشتغال به این امور داره، مادامی که هنوز در مرحله زیبایی شناختیه، در مرتبه استاتیکه، با اینکه زندگیش هدفی داره. ببینید نکته مهم و قابل تأمل اینه، کیرکگارد شنیدیم از او، من توضیح دادم که میگوید خیلی از آدمیان به این مراحل سگانه اصلا نمیرسن، چون مثل آدم درانکن، یا کسانی هن که سوار بر اسب شدند و به هر سویی که اسب میرود اونها رو میکشند. اما به هزار اما، وقتی که شخص وارد مرتبه استاتیک زیبایی شناختی میشه، یکی از مؤلفه های زندگی زیبایی شناختی این است که معالا نوعی کسالت، نوعی عرض میشود که تکرار ملالنگیز رو با خود به همراه میاره، چون هی فرد باید اون رو دوباره بخواد به دست بیاره. یعنی این گونه نیست که وقتی به شهرت یا به ثروت یا به قدرت میرسه بگیم خب تمام شد، رسید به خورشید و غبار آخر شد. سخن کیرکگارد اینه، با این که فرد قوتی داره، شخصیتش که به این مرحله رسیده، اینا رو توضیح میده، خیلی از آدمیان نمیتونن به این مراتب پای بگذارن، اما میگه اگر اینجا بماند، یا اگر بخواهیم بدون اینکه ارزش داوری کنیم مؤلفه های این مرتبه از مراتب سگانه رو بشناسیم، آدمی که در مرحله استاتیک یا زیبایی شناختی ایستاده، معالا و نهایتا ممکنه کسل بشه، دلش رو بزنه به تعبیر ما، نوعی ناامیدی و یأس هم معالا باهاش همراه باشه، ولو اینکه از منظر بیرونی اچیومنت های زیادی فرق داره، ولو اینکه فرد یک شخصیت قوی داره که توانسته پای به این مرحله بگذاره. توجه دارید مرادم چیه در مقام تقریر سخن کیرکگارد؟ ولو اینکه فرد اونقدر این قدرت رو داره که نرم های اجتماعی رو پشت سر نهاده یا اعتنای چندانی به اونها نمی کنه، توجه فرمودید، از منظر او تا توانسته به اینجا برسه، تا توانسته قدرت خودش رو، ببخشید، قدرت خودش رو یا ثروت خود رو یا هر چی که مد نظرش بوده، شهرتی که بوده، به دست بیاره. توجه فرمودید؟ یه خاطری براتون نقل کنم. پدر من نقل میکرد برای من سالها پیش، 15 سال پیش، میگفت که من امریکا بودم و یه آقای جوانی به من مراجعه کرد و گفت که فلانی، من خیلی دلم میخواد مثل شما مشهور بشم و مسئله من اینه که مشهور شم، اینو خیلی خیلی دوست دارم و شروع کردم این کار رو. من رفتم و دوره دیدم، تخصصی دیدم، نقاشی هایی میکشم برهنه، مال نیکد عرض میشود، آدم هایی برهنه رو نقاشی میکنم و در این باب هم تابلوام رو حالا فروختم، هم در این میان یه شهرتی الان کسب کردم، حالا نه خیلی زیاد ولی در این مسیر پای نهادم و فکرم میکنم که از این طریق و حالا اون چیزی که میخوام بهش برسم. و حالا نظر شما چیه؟ این مسیری که من میرم، من اون دیگه که میخوام شهرت به این میده یا نه؟ و بعد پدر نقل میکرد که ایشون خیلی میگفت، البته اینش واقعا قابل ستایش بود که اینقدر فرانکلی به قول اینا توضیح میداد احوالش رو. حالا میخوام میگم من نگاه میکردم با این توضیح کیرکگاردی، حالا نمیدونم چقدر ایشون در فیلد خودش الان مشهوره، من اطلاعی ندارم، نمیدونم، ولی مطابق با تصویر کیرکگارد، این مرحله زیبایی شناختی، یعنی شما زندگیتون ایمی داره، هدفی داره، محوری داره و مطابق با اون حرکت میکنه، به هر جایی هم که میخواید برسید، تا جایی که موفق شده باشید، اون سلف ساتیسفکشن به شما میده. اما تحلیلی کیرکگارد اینه که معالا و نهایتا این نوع از اچیومنت و این نوع لذت رو برد نصیب بردن، بوی تکرار و دلزدگی درش دیده میشه. بذارید براتون بخونم، گفتم او حتی بزرگانی مثل کانت و هگل رو هم در مرحله زیبایی شناختی
قرار میدهند، یعنی آدم های خیلی مشهور و ارزش داوری هم نمی کنه، داره توضیح میده. البته مشخصه که آنچه مد نظر اوست بیش از مرحله زیبایی شناختی. بذاریم براتون بخوانم دو فقره از کتاب رو و توضیح بیشتری بدم. به قصه لاو هم برسیم اگر مجالی بود، به اون بخش دمانیک هم که وعده کردم میپردازیم، اگر نه اون رو میسپاریم به نوبت آتی. میگوید که the person in the ecstatic stage rejects the ethical norms and the values of society and is instead dedicated to constructing his or her own identity in relation to his or her own desires. کسی که در مرحله زیبایی شناختی به سر میبره، نرم های اخلاقی متعارف در یک جامعه رو کنار میذاره و خود رو وقف بر ساختن هویت خود، هویتی که متناسب با دیزایرها، با میلها و آرزوهای خود است، میکنه. This could occur through living in the world of the intellect, achieving satisfaction by understanding and creating ideas, and having these ideas praised and used by others. میگه این اتفاق میتونه بیفته وقتی که شخص در دنیای روشن فکری یا دنیای از میشود عقلانیت، intellect رخ بده و با پاره دستاوردها و رضایتهای باطن و برساختن برخی ایده ها هم میتونه همراه باشه، ایده هایی که توسط دیگران برکشیده شود، دیده شود، ستایش شود. کیرکگارد کانت و هگل رو در اداد کسانی می انگارد که به این معنا در مرتبه زیبایی شناختی زندگی می کرد، چرا که هوش سرشار خود رو وقف به تعبیر کیرکگارد ایگوی خود کرده بودن و می کوشیدن که به میزانی که می شود اون رو برکشند و شکوفایی ببخشند. خب بعد در ادامه میگوید که نویسنده کتاب It could occur through the pursuit of pleasure, albeit pleasure of a sophisticated kind, which feeds the ego rather than baser pastimes usually designed to block out thought and consciousness. میگه این مرحله زیبایی شناختی میتونه از طریق جستجوی لذات پدید بیاد، هرچند لذت از نوع پیچیده است. Albeit pleasure of a sophisticated kind which feeds the ego, که خوراک ایگوی فردی میتونه باشه. The ecstatic life can be devoted to any temporal goal, power, money, reputation, hobbies. But above all, the person in the ecstatic stage must be in control of their own lives and must achieve by their own standards. The pleasure of the ecstatic have to be repeated again and again in order to sustain the enjoyment. زندگی زیبایی شناختی چنان که عرض کردم وقف رسیدن به یک هدف است. قدرت، شهرت، پول و اصناف سرگرمی ها. کسی که در مرتبه زیبایی شناختی زندگی خود رو سامان میبخشه باید زندگی خود رو کنترل بکنه و بعد آنچه که عرض کردم لذتی که قوام بخش مرتبه زیبایی شناختی باید مرتب تکرار بشه برای اینکه اون سطح از لذت ساستین بشه، به اصطلاح قابل نگهداری و پایدار باشه. و بعد این رو میگه One of the features of the ecstatic is the danger of boredom, which Kierkegaard sees as a part of the human condition, in much the same way as Pascal saw human beings constantly seeing to flee from boredom, and later Sartre described the endemic state of ennui doses of pleasure, like those of addictive drugs, need to be repeated and gradually increased in order to attain the same level of satisfaction. یکی از مؤلفه های زندگی یا مرحله زیبایی شناختی خطر به اصطلاح تکراری بودن و کسالت رو تجربه کردن است، که از منظر کیرکگارد این البته از مؤلفه ها و مقدمات و شروط زندگی انسانی. میگه پاسکال هم سخنش این بود، یکی از ایده هاشی بود که انسان به طور ثابت در حال فرار کردن از کسالته. زندگی انسانی در فرار با از کسالتی که وجود او رو، برد شدنی که کسالتی که، تکراری شدنی که قوامبخش زندگی انسانه. میگه پاسکال هم اینجوری میدید زندگی انسان رو. و بعد از اونها ژان پل سارتر
این وضعیت قریب انسانی رو با اصطلاحی توضیح داده و بعد میگه این دوزهای پلیجر، مثل دوزهای دارو هست که تزریق میکنن، میگه این دوزهای لذت مثل دقیقاً داروهایی که آدم بهش اعتیاد پیدا میکنه، باید همینجور تزریق بشه، تکرار بشه تا فرد رفته رفته بتونه همان سطح از رضایت باطن رو تجربه کنه. میگه از یه جا به بعد از قضا برخلاف آنچه که آدم می انگاره یا فکر میکنه که خب اون که دیگه رسیده به آنچه که میخواسته، مگه شهرت نمیخواسته، مگه ثروت نمیخواسته، مگه قدرت نمیخواسته، خب اون که رسیده چرا رها نمیکنه؟ توضیح کیرکگارد اینه که در مرحله زیبایی شناختی این فرایند حد یقفی نداره و دقیقا مثل کسی که اعتیاد پیدا میکنه باید با یه دوز بالاتری دوباره این تجربه رو روزهای آتی و ماهای آتی از سر بگذرانه. یعنی به تعبیر دیگه جای تعجب نداره اگر کسی قدرت و ثروت و شهرت و حتی اینتلکت رو، مثال کانت و هگل رو میزنه کیرکگارد، در اعلا درجه خود تجربه کردن اما سیر نشده. و خیلی از مواقع ممکنه فکر کنیم فلانی که اینقدر قدرت داره چرا رها نمی کنه، اینقدر پول داره، فرض بفرمایید که به تعبیر رایج تا ندا و نتیجه شما الان بخورن تموم نمیشه، چرا رها نمی کنه؟ چرا اینقدر جوش و خروش؟ فلانی که شهرتی داره، فلانی که قدرتی داره، فلانی که ثروتی داره. توضیح کیرکگارد اینه که این از مؤلفه های مرتبه زیبای شناختیه، برای اینکه انسان میکوشه که کسالت رو از خود بزداید و حالا که نوعی ستیسفکشن رو نصیب برده باید یه مرتبه بالاتری از این رو دوباره تجربه کنه که همون حس ستیسفکشن رو دوباره بگیره. مثل دقیقا آدمی که داروهای اعتیادآور استفاده میکنه. یادم ما وقتی داروسازی میخواندیم اصطلاحی داشتیم راجع به برخی از داروها که قرار بر بدن کار بکنن، میگفتن که برخی از اوقات این رسپتورها، گیرنده های داروها، به اصطلاح رسپتورهایی که در بدن هست، اینا دان رگولیت میشن، یعنی تعدادشون میاد پایین. بعد میگفتیم آپ رگولیت میشن. وقتی که دان رگولیت میشن یعنی شما انقدر این دوز اومده استفاده شده در وهله اول که دیگه با اون دوز دور بعدی بیمار ساتیسفای نمیشه. حالا این حتی در حالت داروهای متعارفه، چه رسد به داروهایی که قرار است به فرد سرخوشی و یوفوریا بدن. دیگه اعتیاد دقیقا همینه دیگه، شما با اون دوز دفعه دیگه ساتیسفای نمیشی، یوفوریا رو یا سرخوشی رو باید با دوز بالاتری استفاده بکنی مرتبه بعدی که همون میزان سرخوشی قبلی رو نصیب ببری. حالا این همین نکته رو کیرکگارد راجع به این تجربه در باب مراحل، ببخشید، تجربه در مرحله زیبایی شناختی، تجاربی که فرد میکنه و حلم مزید میطلبه به اصطلاح، هی میخواد اونها رو زیاد بکنه و ستیسفکشنی در کار او نیست. خب وعده کردم که راجع به تصویر و تلقی کیرکگارد راجع به عشق و ازدواج هم سخن بگویم. فکر نمی کنم به بحث ابرمرد نیچه و دمانیک امروز برسیم قبل از اینکه بحث رو تمام بکنیم، اما قصه ازدواج رو و تصویر او از عشق رو در مرحله زیبایی شناختی توضیح میدم که حسن ختام بحث امروز ماست. کیرکگارد راجع به عشق کلن خیلی اندیشیده، هم عشق رومانتیک زمینی و هم عشق معطوف به خداوند که البته پیچیدگی هایی از منظر او داره که در جلسه آخر از این سلسله جلسات، فکر کنم جلسه دهم انشاءالله، بهش خواهیم پرداخت. در این حال تجربه زیسته او همچنان که میدانید اینجا مؤثر بوده دیگه، نامزدی داشت، خود او رابطهش رو با نامزدش به هم زد. وقتی من این بخشایی از کتاب رو میخوندم میفهمیدم او چرا با نهاد ازدواج برای کثیری از آدمیانی که در مرحله زیبایی شناختی زندگی میکنن مخالفت میکرد و معتقد بوده ازدواج به کار اونها نمیاد، یا دست کم ازدواجی که متعلقش رابطه ابدی است با کسی، رابطه‌ای که مادامی که شخص در قید حیات میخواهد ملتزم باشه به اون امر. کیرکگارد با این چندان بر سر مهر نبوده و فکر میکنه که فرد رو نوعی محدودیت براش ایجاد میکنه، اون رو قفل میکنه
ناظر به تجربه های انسانی که میتونه آدمی که در مرتبه زیبایی شناختیه از سر بگذرونه. میخونم براتون این دو سه فقره رو ابتداعا از متن انگلیسی کتاب و بعد به تفصیل راجع بهش سخن میگیم. اون قصه دوز خوش و لذت رو مد نظرتون داشته باشید، اون تعبیر دوز لذت رو که گفتن اینجا هم به کار میاد. اون بحثی که راجع به شهرت و ثروت و قدرت میکرد و اینکه نوعی ملالت و تکرار در پاره‌ای از این مناسبات و روابط شکل میگیره که جزء لاینفکش هم هست، اما دانستن آن و آسیب شناسی آن مد نظر کیه که کار هست. میگوید که چون وقت زیقه، من بخشایش رو براتون میخوانم که در این حال کاملا متناسب باشه با بحث ما. بله، میگه the state، state یعنی کسی که مرحله زیبایی شناختی رو تجربه میکنه و در مرحله زیبایی شناختی زندگی خود رو سامان بخشیده. The state feels in the grip of fate which is beyond his or her control and above all and whether he or she knows it or not the state is subject to despair. The happy and the unhappy state alike end in despair. بعد ادامه میده که بله به یه شخصیتی اشاره میکنه، حالا من اون شخصیت the happy state such as Johannes or Don Juan who represent unreflective masculinity and success in terms of pleasure ends in despair because constant immediate doses of pleasure can never satisfy. Such pleasure are always transitory, always pointing forward to something else which also does not satisfy. The unhappy state by contrast feels the immediate absence of pleasure and also despair. میگه که آدمی که در مرحله زیبایی شناختی زندگی میکنه، من لب به مطالب رو عرض میکنم خدمتون، میگه معالن و نهایتاً به یأس و تلخی زندگی او میگراید. تحلیل کیکگارد اینه، میگه چرا که این لذاتی که به سال دوزهای متوالی شخص باید دریافت بکنه اینا هیچگاه او رو ارضا نمیکنه، رضایت باطنی به فرد نمیده، چرا که این لذات همیشه ترانزیتوری هم، همیشه موقت هم و بعد به یک چیز دیگری ارجاع میدن معالن و نهایت هم. که فرد رو میشه گفت که هیچ وقت خرسند نمی کنه. خب از همین جهات داره نزدیک میشه تا به قصه ازدواج برسه کیه که بار. میگه که the state may come to recognize that whatever he or she does will end in disillusion although this may not happen. میگه آدمی که در مرحله زیبایی شناختی زندگی میکنه ممکنه تفتون پیدا کنه، ممکنه به این برسه که با توهمات، یعنی با آنچه که فکر میکرده که لذته، اونا مثل حباب روی آبه، این لذتو که فراچنگ بیاره این حبابه میپره از بین میره، دوباره بعد یه لذت دیگری فراچنگ بیاره و نهایتا دستش خالیه. درسته که لذاتو میبینه آنن، اما به اون که میرسه تمام میشه، مثل حبابی که شما وقتی که اون رو میخوای دستت بگیری میترکه، مثل این بازی که بچه ها میکنن از میشه این حباب ها رو فوت بکنن، حبابی که فوت بکنن بزرگ میشه واقعیه ولی موقته، مثل شمعی که خاموش میشه. به این معنی دیس ایلوژینه که فرد ابتداعا مفتون اون میشه، یه امر بی خودی نیست، این گونه نیست که فرد دچار مشکلات دماغی باشه، نه، مثل اون حبابیه که واقعا بزرگ میشه جذابیتی داره. حالا اون حباب اینجا میتونه شهرت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، معرفت باشه. میگه همه اینها مادامی که تماما این قید رو داره و فرد در مرحله زیبایی شناختی به سر میبره، همه اینها ابتداعا یه اترکشنی داره، جذابیتی داره، اما بعد که بهش میرسه اون وقت اون دستش رو که باز میکنه دستش خالیه. میگه برخی از آدم ها که در مرحله زیبایی شناختی زندگی میکنن ممکنه به این نتیجه برسن، این رو بفهمن، اما خیلی هم نه، توجه ندارن که این لذات ترانزیتوریه و ممکنه نفهمن و این هیدن مخفیه در زندگی اونها، اما ملالت و تکرار رو علی ای حالن به همراه میآورن. خب میاد جلوتر میگه که
Experience teaches the ascet to avoid all commitment, as he or she learns that commitment will always disappoint and is transitory. میگه تجربه به کسی که در زن مرتبه زیبای شناختی زندگی میکنه میآموزه که او هر نوع تعهدی رو باید فرو بنه، نباید به هیچ تعهدی پایبند باشه، چرا که معالا تعهد عرض میشود که یأس برای او به همراه میآورد. However, this lack of commitment results in emptiness and boredom. میگه در این حال البته این فقدان تعهد فرد رو با نوعی توهی شدگی همراه میکنه و which a person may try to relieve by increased doses of pleasure which simply makes the position worse. که ممکنه فرد برای رهایی شدن از اون دوباره سراغ دوزهایی از pleasure یا لذت برود که خودش در جای خود میتونه فرد رو عرض میشود وضعیتش رو بدتر بکنه. خب اینا رو که گفت اومد میاد سراغ توی بخشی از کتاب Either and Or راجع به عرض میشود که قصه ازدواج اینجا مشخصا کیکگارد صحبت میکنه. من آنچه که الان میخونم اینن از کتاب Either and Or. تا کنون آنچه میخوندم بیشتر تحلیل نویسنده بود و نکاتی که خودم بهش افزودم. الان این مشخصا فقره ای از کتاب Either and Or کیکگارده. دقت بفرمایید، فکر میکنم پست ختام بحث امروز ما باشه خواندن و بعد البته بست و توضیحش. Watch out for friendship, never go in for marriage. Married people promise to love each other for eternity. مراقب رابطه دوستی باشید. جمله به جمله ترجمه میکنم که وقت کمتر بگیره. نرید به سمت ازدواج. انسان متأهل وعده میکنه که طرف مقابل خود رو تا ابد دوست بداره، به او عشق ببرزه. Married people promise to love each other for eternity. This is easy enough to do, but it doesn't mean much for when one is through with the temporal, he will certainly be through with the eternal as well. میگه این ممکنه عرض میشود که ساده به نظر بیاد، اما آنچنان که فکر میکنین نیست. برای اینکه قطعا اینکه کسی بخواد به یه چیزی به نحو اترنال یا ابدی دل مشغول باشه یا عشق به آن بورزه هم به ساده ای نیست. If instead of promising eternal love the parties concerned might say until Easter or until the 1st of May, this would make sense. میگه به جای اینکه کسی بگه به طرف مقابلش که من تا ابد عاشق تو هستم یا به تو عشق می‌ورزم، بگه که برای یه مدت مشخصی مثلا تا عید پاک ایستر یا اول ماه می من تو رو دوست می‌دارم، اول ماه می فلان سال یا بهمان سال. این معنا میده for in this case both would actually say something and something which they might possibly stick to. برای اینکه اگر این رو بگن ممکنه این یه امر معقول و ممکنی است که دو طرف میتونن بهش دست بیازن یا بهش تمسک بجوین علی ای حاله. اما وقتی که بحث از اترنال یه امر ابدی به میان میاد، از نظر کیکگارد شدنی نیست و در رابطه عرض میشود زناشویی یا مریج دقیقا ازدواج که دو طرف چنین قولی به یکدیگر از ابتدا میدهن، از منظر کیکگارد من میخوام این رو تفسیر بکنم، میگه این قول معقولی نیست که کسی با دیگری از حالا پیمان ببنده برای 50 سال، برای 40 سال، برای روزهای نیامده و احوال تجربه نشده و نوعی کامیتمنتی که هیچ مشخص نیست چه بر سر دو طرف بیاره، نه اینکه حق رو بخواد به مرد یا به زن بده. ناظر به نوع این رابطه کیکگارد اینجا مسئله داره در بحث از رابطه عرض می شود زیبای شناختی تو این مرتبه و مرحله زیبای شناختی. In the aesthetic stage a human being sees himself as locked into the temporal and there is no way that this can end in anything but despair. در مرتبه زیبای شناختی انسان خود رو محصور میبینه، قفل شده میبینه در یه امور موقتی و هیچ مفری پیدا نمیکنه جز یأسی که و تلخی که وجود او رو میگیره معالم از پی اون حتی دوزهای لذتی که تجربه میکنه. Whatever happiness exists in the temporal world is transitory and illusory and whether this is recognized or not, despair will result. میگه کسی که
زندگی خود رو حول لذت سامان بخشیده، این علا ایحالین یه امر موقتیه، لذاتی که ما در این عالم نصیب میبریم. چه شخص این رو بداند، چه شخص این رو نداند، چه تفتونی بدان پیدا بکند، چه تفتونی بدان پیدا نکند، معالن به دیسپر و تلخی و یأس منجر میشه. و بعد هم یه نکته جالب پست ختام بحث امروز ما در این بابه، برای کسی که در مرحله زیبای شناختی زندگی میکنه نکته جالبیه، کیرکگارد میگه لاو یعنی دوست داشته شدن، نه دوست داشتن بی علت و بی رشوت. برای اینکه فرد در حوزه ایگوی خود مانده است، توجه فرمودید، خیلی نکته قابل تأملیه. میگه for the state love involves seeking to be loved not loving. آدمی که در مرحله زیبایی شناختی مانده و زندگی خود رو سامان میبخشه، از منظر کیرکگارد چنین کسی بیشتر دوست داره که، یا اصلا دوست داشتن رو با دوست داشته شدن میفهمه، نه با دوست داشتن بی علت و بی رشوت. As we shall see, this is close to Kierkegaard's idea of non-preferential love, a giving love which seeks nothing in return. This for Kierkegaard is the highest form of love, but it is not found in the ecstatic state, as the person is that in that state is essentially self-centered and selfish. He or she is thus incapable of either giving or receiving genuine love. میگه که ما بعداً خواهیم دید در مراحل سگانه که بهش بپردازیم و بعد هم بحث از عشق در فلسفه کیرکگارد، آدمی که تجربه اصیل عاشقانه رو بخواد اصل بگذراند از منظر کیرکگارد، کسی است که بی علت و بی رشوت اهل دهش و دادن است. این عالی‌ترین و عالی‌ترین و بالاترین مرتبه عشق ورزیه. میگه این نوع رابطه مبتنی بر عشق و رابطه عاشقانه در مرتبه زیبایی شناختی سراغ نمیشه گرفت، سراغش نمیشه گرفت، چون فرد خیلی سلفیشه، خود محوره و به همین خاطر بیش از هر چیزی عشق معطوف به دوست داشته شدن در این مرتبه، نه عشق ورزیدن بدون چشم داشت، نه محبت ورزیدن بدون محاسبه. میگه اون متعلق به عالی ترین مرتبه عاشقی است که بعد بهش میرسه. در اینجا در این مرتبه آدم که زیبایی شناختی، آدمی که مرتبه زیبایی شناختی رو تجربه کرده، زندگی او این چنینه و به همین خاطره که درک او از عشق درک عمیقی نیست، یا به تعبیر من البته عمیق نیست، بگیم در این مرتبه شخص عاشقی رو و تجربه عشقی رو توأم با دوست داشته شدن می انگاره، نه دوست داشتن بی علت و بی رشوت. خب من یه توضیحی آنچه که تاکنون دیده ایم و خوانده ایم رو توضیحی و جنبندی راجع به اون داشته باشم و پس از آن بحث امروز رو ختم کنیم. البته منتظرم و مشتاقم ملاحظات و نکته سنجی های عزیزان رو بشنویم. قبل از اینکه جنبندی کنم این رو بگم، اشاره کردم یک مرتبه دیگری هم، یا بگیم یک نوع بروز و ظهور از مرتبه زیبایی شناختی هم هست که این رو هفته بعد بحث میکنیم، که کیرکگارد ازش تحت عنوان دمانیک یاد میکنه، که قرابتی با مفهوم ابرمرد نیچه داره. در این مرتبه یا در این نوع سنخ شناسی زیبایی شناختی، فرد از سر ستیز با امر متعالی برمی آید و نوعی از می شود خودمحوری که در این حال شخص هر نوع اتوریتی رو میخواد نفی بکنه. در این تلقی هر نوع، نه فقط کودهای اخلاقی اجتماعی که اشاره کردیم، فرد خیلی سلفیش، یا بگیم سلف سنترده به این معنا، حالا سلف سنترد شد کلمه نوترالی باشه، خیلی خود محوره، یعنی خود فرمان فرماست، آتاناموسه به این معنا عرض بکنم، خود فرمان فرماست، خود آینه، ولی نه اینکه نسبت به ایده های دینی بی تفاوت باشه، بلکه از سر ستیز با آنها بر می آید، چنانکه خواهیم دید. به این میگه دمانیک کیرکگارد، که قرابتی با مفهوم ابرمرد در فلسفه نیچه داره. این بماند شرحش برای نوبت آتی.
من وقتی که این بخش رو میخواندم، هم قبل از اینکه برسم به مفهوم ابرمرد نیچه که نویسنده این کتاب در پیتر وردی اشاره کرده، یاد رمان وقتی نیچه گریست اروین یالوم افتادم. چون به هر حال در این مرتبه آدم نهایتاً تلخه، آدم نهایتاً یأسه، مایوسه و یأس رو تجربه کرده، چون خسته میشه از این تجربه کردن لذت بردن مدام. این شرب مدام معالاً کسالت باره، چون تکرار و هنوز رو به قول شاملو شخص داره تجربه میکنه و دوره میکنه، و این دوره کردن و تجربه کردن و کسالت رو به عیان دیدن از منظر کیتگارد از مقومات زیستن در مرحله زیبایی شناختیه. حالا میتونه در مرتبه متعارفش باشه، یعنی وقتی که او از کانت و هگل و شهرت و ثروت و قدرت یاد میکنه، تا به قصه عرض میشود دمانیک به این مرتبه برسه، که باز هم در این مرتبه فرد عرض میشود که با اینکه تاتفوله، با اینکه سلف اویره، اما تلخ کامه، تلخ کامه، چون معالا از این نوع تجربه ها خسته شده. اگه یادتون باشه تو اون رمان هم نیچه ناخرسند بود به روایت اروین یالوم که نکنه در یادها نماند، نکند این رابطه او با سالومه، دختری که به هر حال نیچه دلی هم چند سباهی دست کم در گروه او داشت، که این البته مستنده به لحاظ تاریخی که در رمان هم آمده، به هر حال این رابطه نکنه رابطه یک سویه بوده یا او رو بازی داده، و از همه مهمتر او از خود نمیتواند به درآید و دیگری رو بی علت و بدون چشم‌داشت دوست بداره. همون رستریکشن هایی که قلعه ای که حسادی که شخص به دور خود تنیده در مرحله زیبایی شناختی و از آن به در نمیاد. باری شرح بیشتر این مقوله، یعنی بحث از دمانیک و ابرمرد نیچه بماند برای نوبت آتی. اگر بخواهم آنچه که تا کنون بحث کرده این رو جمع‌بندی کنم پیش از اتمام عرائضم، نوعی سنخ شناسی روحی و احوالی میکنه کیکگارد در این مباحث خود، که در کتاب آیدران اور آمده و همچنین در دیگر آثار. گفتم در ابتدای بحث امروزم، اگر شاخه های معرفتی پیشرفت کرده بود، پیشرفت امروز رو ما می‌داشتیم زمانی که کیکگارد در نیمه اول قرن 19 این مباحث رو طرح کرده بود، اینا بیشتر به حوزه روانشناسی و روانکاوی تعلق داشت و دارد. در این حال تفتن و بصیرت خوبی موج می‌زنه. من چون هنوز بحث از مرتبه دوم و مرتبه سوم و طبیعتاً تطبیق اینها با یکدیگر رو پی نگرفتم، انشاءالله جلسات آتی بهش خواهیم پرداخت، بیش از این در باب مرتبه زیبایی شناختی الان نمیخوام سخن بگم، بیشترش رو میسپارم پس از اینکه متتمه این بحث رو نوبت آتی دیدیم و اون دو مرتبه دیگه یا مرحله دیگر رو با یکدیگر بررسی کنیم. اما آنچه که مایلم به عنوان جمع‌بندی بحث امروزمون ذکر بکنم اینه که جالب، روی سخن کیرکگارد در این بحث ها به تعبیر من ناظر به متوسطان نیست، یعنی این بحث متعلقش تماما فوق متوسطانه، یعنی کسانی هستند که از برخورداری های رایج زندگی در قیاس با دیگران بسی بیشتر نصیب بردن، بسی بیشتر. ببینید ما چه در کانادا زندگی کنیم، چه در ایران، چه در خاورمیانه، چه در آمریکای شمالی، بالاخره مردم رو متوسطان، ببخشید جامعه رو متوسطان پر کردن، یعنی کسانی که نه پول زیادی دارن لزومن، نه شهرت زیادی دارن، نه قدرت زیادی دارن. عموم مردم در عموم جوامع این چنین ندید، نه سلبریتی هن همه مردم، اصلا بناس نیست که اینجوری باشه، اگه همه سلبریتی باشن که دیگه سلبریتی محلی از اعراب نداره، نه همه متمولن، نه همه قدرتمندن، نه همه شهرت بسیار دارن، نه. دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تردامن و سجاده شرابالوده. عموم مردم خرقه تردامن دارن و سجاده شرابالوده. آنچه که کیکگارد یاد میکنه و میگوید که عده‌ای هستن که از این سطح متعارف فراتر میروند و زندگیشون معطوف به غایتیه،
اون آیت بستگی داره به تجربه زیسته فرد، تربیت خانوادگی او، پیشینه معرفتی و تربیتی او. از ابتدا ممکنه هدف او این باشه که من تا این میزان باید متمول و پولدار بشم، در 20 سالگی با خود چنین عهدی بگذاره، خب من باید آدم مشهوری بشم، آدم قدرتمندی بشم، آدم ثروتمندی بشم، آدم دانشمندی بشم، همه جور عرض می شود قول و قرارها رو کس میتونه با خود بگذاره. خیلی ها موفق نمیشن، اصناف قرانهای نامیمون براشون رخ میده و نمیشه اونی که میخواد. توجه فرمودید؟ حالا سخن کیرکگارد اینه، از کسانی که حالا پای در این وادی نمیگذارند، یعنی از ابتدا آدم های امبیشسی نیستن، به اصطلاح جاه طلب نیستن خیلی، چون جاه طلبی حالا ممکنه سویه منفی هم به ذهن و ضمیر ما متبادل کنه، اما انصافش اینه که خب تا کسی امبیشس نباشه، تا آرمان ایدهی پلنی نداشته باشه، در راهی هم گام نمی نه. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. هر کسی که به هر حال به جایی رسیده در منظر دیگران، زحمتی کشیده، رنجی برده، امبیشنی داشته، حالا عرض میکنم ادهی به سرانجام میرسانن امبیشن خود رو، موفق میشن، ادهی هم نمیشن. حالا کیرکگارد ظاهرن اونقدر که من میفهمم اینجا سخنش معطوف به کسانیست که امبیشن دارن، ایده دارن، آرزو دارن، برنامه دارن و تا حدود زیادی هم موفق میشن. راجع به این مرتبه زیباشناختی و مرحله زیباشناختی، یعنی کسانی که یک محوریتی داره زندگیشون و اون رو به منصه ظهور میرسانه، محقق میکنه، به این افراد میگه کسانی که در مرحله زیبایی شناختی زندگی خود رو سامان بخشیدن. دیگه تکرار نمی کنم آنچه که گفتم رو، فقط یه نکته که مایلم حالا دوستانم اگر نکته داشتن راجع بهش سخن بگیم، اون ملالتی است که از منظر کیرکگارد قوام بخش مرحله زیبایی شناختی، این خیلی نکته قابل تأملیه، یعنی بوی ملالت و تکرار یا به قول او again and again یا دوزهای لذت رو نصیب بردن، از یه جا به بعد دیگه به خود فرد اون رضایت باطن رو نمیده، هی باید دوزش رو بالا ببره و بعد که دوزش رو بالا میبره دوباره اون لذت رو نصیب میبره، بعد بوی تکرار هم میگیره، یعنی انگار توی لوپی افتاده فرد، هرچه تلاش میکنه پیش در میاد زندگی او، دیگه از جایی به بعد اون ستیسفکشن سابق رو نمیبره، حالا اگر تلاش بیشتری کنه تا اون رضایت باطن نصیب ببره، تازه به تکراری بودن و ملالت بار بودن اون پی میبره در زندگی و خصوصا ضمیر شخصی خود. دیگران از بیرون خیلی فکرها ممکنه بکنن، میدونید به نظر میاد آنچه که مد نظر کیرکگارد اینه و اون توضیحی هم که راجع به لاو داد و اینکه کسی که در مرحله زیبایی شناختیه بیشتر دلش میخواد یا میپسنده که دوست داشته بشه تا اینکه بی علت و بی رشوت دوست بداره، متضمن همین معناست. و بعد اون قصه تکرار و کهنگی که اشاره کردم، یک نقل قولی هم از سارتر بگم، جایی میخواندم که قرابتی با این بحث ما داره، حالا دیدید که نویسنده به سارتر هم اشاره کرد و اینکه معالن اون ملالت ها و کهنگی ها سراغ فرد میاد. سارتر خب میدونید از شهرت بسیاری برخوردار بود و نمایشنامه نویس بود، فیلسوف بود، روشنفکر بود، عرض میشود که بسیار بسیار در دهه های 50 و 60 میلادی قرن 20 مؤثر بود و بلند آوازه. یه جایی ازش میخواندم که نمیدانم چه سنی این رو گفته بود، 1980 از دنیا رفت و سن معقولی هم کرد، 75 سال اگر اشتباه نکنم 1905 به دنیا آمد، ولی هرچه که بوده این رو وقتی گفته که اچیومنت های بسیاری داشته، گفته که دنیا خیلی چیزها به من داد، شهرت داد، عرض می شود با مقولات دیگری این که ذکر کرده، حالا به اون کاری ندارم که واقعا هم ابجکتیوی اینها رو نصیب بود. بعد میگه که
در این حال بالاتر از همه اونها یه چیز دیگه به من داد، و اونم این که هیچ یک از اینها بگویم نمیماند. حالا تعبیر خود سارتر رو الان بخوام بگم، بخوام وفادار نقل بکنم، دنیا خیلی چیزا به من داد از همین مؤلفه هایی که برشمردم، و یه چیز دیگری برای اینها یا بالاتر از همه اینها که به هر حال وقتی که حالا مضمونش رو نقل میکنم، وقتی که به اینها میرسی اون وقت میبینی که خب دیگه تمام شد. مضمونش اینه، حالا من جملهش رو بعد جمله بندیش رو ببینم. یعنی تو گویی که به خیلی از این چیزها خب آدم در حالت متعارف نمیرسه، خیلی هم تلاش میکنن. میگه اما این رو هم به من داد که وقتی به اینها میرسی، به تعبیر اون حبابی که من ذکر کردم، بعد میبینی خب حالا بعدش چی؟ یعنی این رو هم به من داد که حالا بعد از این هم به این میرسی، خب دیگه تجربه کردی، دیگه تمام شد. میدونی این با اون مقوله عرض میشود که کسالت بار بودن این لذاتی که فرد دائما به دنبالشه و کیکگارد ازش یاد میکنه در تناسب تلاوم است. عنایت هم دارید، سارتر اینو میگه که هیچ تعلق خاطر دینی نداشت و خدا ناباور و ایتئیست بود، از منظر کاملا اگزیستنشیل و انسانی و مبتنی بر تجربه زیسته خود اینجا میگه. من وقتی که مباحث امروز رو آماده میکردم و این بخش از سخنان کیکگارد نازل به مرحله زیبایی شناختی رو صورت بندی میکردم، به یاد این سخن سارتر هم افتادم که قرابتی میان اینها برقرار است، و ظاهراً از منظر کیکگارد اگر کسی بخواهد بر این نوع احوال خود فائق بیاید یا نوع دیگری از رابطه خود با جهان پیرامون رو سامان ببخشه، به هر حال مادامی که در مرحله و مرتبه زیبایی شناختی کار او سامان پیدا نمی‌کنه، چون این یه لوپیه که نهایتی نداره و فرد میتونه تا آخر عمر درگیر اون باشه. خب ممنون از توجه دوستان، انشاءالله تتمه بحث از مرحله زیبایی شناختی و همچنین مراحل اخلاقی و دینی در فلسفه کیکگارد رو به هفته آتی و دو هفته آتی می‌سپاریم. از توجه عزیزان سپاسگزارم. مشتاقم اگر ملاحظه این نکته ای هست بفرمایید و پس از آن بحث امروز رو ختم کنیم. بسن بفرم. مرسی دوست. من سوالی داشتم که مثلا در مورد این که اگر در دوران مدرن بود و بخواستیم تحلیل کنیم که این مرحله سلونه رو بچه مبنی میشه آنالیز کرد، مثلا اون زاویه روانشناسانه رو میتونستیم که از دین زاویه سایکولوژیک این مرحله رو بحث کنیم. من سیر زنوان مثلا همون مثلث یا اون ساختار مازلویی هستش که در ساختار مازلویی هم یه فکر کسل مرحله وجود داره، و اگر از یه مرحله رو بود کنیم که مرحله بالاتر رو نظر میسی که از زاویه حالا اسپریچوال نه ولی از لحاظ ارزشی برای شخص بالاتر هستش. من خواستم بگم که اگه ما به دوران یعنی نگاه آنالیز مدرن رو نکنیم، آنالیز زمان خود کیکگارد رو انجام بدیم، مبنای کانستراکشن این سه مرحله چی میتونه باشه؟ آیا مرحله این مبنیش برای میتونه باشه که مثلا کیکگارد میخواسته در مقابل نظام هگلی که یک نظام خیلی به نظر میرسه غیر شخصیه، میخواسته یه چیزی رو بنا یعنی کانستراکت بکنه که بتونه اون قدرت شخص رو، یعنی اون که شخص میتونه اتونومس باشه رو در این سه مرحله پایه‌ریزی بکنه، مبناش میتونه چی باشه؟ اگه روانشناسانه نباشه شما چجوری تحلیل میکنه که به این سه درجه رسیده؟ مثلا من یه مثالی بزنم، پدر شما وقتی به مثلا در مورد مراتب دین ورزی صحبت میکنه، اون مبنای فکریش در مورد این سلسله بندی اینه که چجوری میتونه انسان دین رو بتونه برای خودش فرمولیزه بکنه. فکر کنین این دلیلی که این سه مرحله الان کانستراکشن در پاسخ به هگل، یا اینکه خود کیکگارد هم تو زمان خودش داشته سایکولوژیک فکر میکرده. من چون به هر حال متوجه میشم که مثلا مؤلفه های چیز زیبایی شناسی چیه، مرحله زیبایی شناسی چیه، ولی اینکه چرا این سه مرحله اصلا ساخته میشه با توجه به مختصات شرایط خودش شما. و
بله ممنونم. عرض می شود، سوال خوبیه. بذارید من در این باب وقتی که نوبت آتی دیگر مراحل رو هم به بحث گذاشتیم بیشتر سخن بگم. در این حال تصورم اینه، این که راجع به بگیم مقسم این سنو مرحله به نزدیکی که گارشیه، من فکر میکنم نوعی سنخشناسی انسانیه، اما سنخشناسی آدمیان که اونقدر که من میفهمم بیشتر در حوزه نخبگانن، به توضیحی که در انتهای عرازم هم آوردم، یعنی کسانی که حالا بخوام از نکاتی که شما اشاره کردید بگیم اون مراتب اولیه یا مراحل اولیه مازلو رو گذرانده، یعنی به هر حال بخت یار اونها بوده به هر نحوی و تونستن حالا چه در ثروت، چه در قدرت، چه در شهرت، چه در معرفت و دانش به یه مراتبی برسن یا موفق بشن، اچیومنت هایی داشتن. اینا رو میگه تو مرتبه زیبایی شناختی هم که دیدید. حالا اون دو مرحله دیگر رو که ببینیم در میابیم بیشتر میشه قیاس رو تکمیل کرد، اما فکر میکنم سنخشناسی آدمیانیست که از اموری برخوردار بوده اند و حالا میخواد بگه چگونه ما این آدمیان رو به لحاظ تیپولوژیشون، حالا به تعبیر امروزی ها، گفتم اون موقع این اصطلاحات نبوده و خب کیرکگارد هم در نیمه اول قرن 19 هم با تعابیر و مصطلحات خودش سخن گفته. سه تا مرحله است دیگه، یعنی سه مقوله که ناظر به اینجوری باز بگم از سه نوع امر محوری و مرکزی در زندگی انسان‌های مختلف خبر می‌ده. یعنی اون تیپولوژی انسان‌هایی رو که مد نظر کیرکگارد است، به تعبیر امروزی ما تیپولوژی آدم‌هایی است که سنتر و مرکز و محور زندگیشون با یکدیگر متفاوته. کسانی که محور و مرکز زندگیشون یکی از این پلژرهایی است که ذکر کردم رو، اینا رو تماما ذیل مرحله زیبایی شناختی قرار داده. ملاحظه فرمودید اینه، یعنی متعلقش اون امر سنترال و محوری در زندگی آدمیان است، به شرطی که واقعا فوکس باشن، به شرطی که دیدیکیتد باشن در همین مرحله زیبایی شناختی. به همین خاطرم از اون شنیدین که یه عده مقتنابهی مثل کسانی هم که یا درانکن یا سوار اسبن که اسب اونها رو به جایی میبره. یعنی آدمی که دیدیکیتد باشه، مصمم باشه، آدمی که خودش رو جدی بگیره در وهله نخست، میدونید حالا من از تعابیر خودم استفاده بکنم، منظور کیرکگارد این افراده، اینقدر که من میفهمم خودش رو فرد جدی گرفته، به تعبیر غزالی حالا از تعابیر عرفای سنتی خودمون هم بخوام استفاده بکنم، کسی که هم خودش رو واحد کرده، میدونی هم خودش رو واحد کرده، یک چیز رو تارکت خود گذاشته، از پیش روان شده و بعد تا حدود زیادی هم اون برخورداری رو به دست آورده. حالا گفتم همهای مختلف، همهای افراد، اهتمامهای اصلی اونها میتونه با یکدیگر متفاوت باشه. این که تعبیر سنتر و گول رو چند جا کیرکگارد به کار میبره، به نظرم این چنینه دیگه. کسی که میخواسته از اول یه استاد دانشگاه بشه، از اول میخواسته یه فیلمساز بشه، مثال میزنم، خواننده بشه، یه بیزنسمن موفق بشه، یه وکیل موفق بشه، به این معنی میخواد بگه که از این منظر اگر نگاه بکنیم متعلقشون اینه. حالا این در مرحله زیبایی شناختیه. در مرحله اخلاقی و دینی خواهیم دید که آنچه که محوری و مرکزی برای اونها متفاوته. در لسان کیرکگارد در این حال عرض کردم میشه این رو ناظر به تیپولوژی افراد هم البته دانست، متناسب با آنچه که امروزه ما ازش میفهمیم و به هر حال این مرحله یا استیج از منظر او و مراحل مختلف رو اینچنین از دیگر تفکیک کرد. بعد حالا ممکنه شما بعدن بگید، بعد از دو جلسه بگیم خودی کیرکگارد کجا ایستاده، یعنی اگه ما بخوایم تحلیل بکنیم کیرکگارد رو، آیا حالا من این رو هم میگم بهش فکر بکنید، آیا همون جایی ایستاده که هگل و کانت از منظر او ایستاده اند یا جای دیگری؟ این رو بعد از حضور شود بحث بیشتر در این باب یا یک یا دو هفته بعد بیشتر در یاد بفرمایید. من یاد یه حرفی از هگل افتادم، میگه که یک پادشاهی شد وارد سوجباتش در میاره، پادشاه نیست، وارد سوجباتش در میاره، با یک گروهی از پادشاهی رو میشه که مردم آتی از بیرون نمیشنم. هگل ما باید
مثلا میپازل کسانی با سایکولوژی رو وارد میکنن و دنبال عمیق غرض ها هستن، این طرف برای چی داری این کار انجام میده و نگاه نمیکنه که کاری طرف انجام بده چه فایده هایی داشت، دنبال چیز شخصی میرن توی امور و خیلی بزرگش میکنن اون پارتیکولار رو وقتی تجربه یونیورسال نمیکنن. حالا هم متناسب هم یه سوال هم خب ایجاد میشه دیگه، مثلا آیا ما باید هگل رو متناسب با شخصیتش بسنجیم یا متناسب با کتابی که تولید کرده؟ آیا ما باید نگاه بکنیم مثلا نیچه چه آدمی بوده یا چیزایی تولید کرده؟ مثلا کانت مثلا راجع به اخلاق صحبت کرده، من میدونم، ولی مثلا یه جایی اومده شکایت کرده که چرا تو بیمارستان کناری سر صدا زیاده، مثلا نمیذارن آرامش داشته باشیم حرف بزنیم، این فکر بکنه. و خب حالا خیلی سخت دیگه راجع مثلا آدم ها این متفکر ها اینا مثلا اینا رو از هم جدا بکنیم از در هنریش، مثلا تو زندگی شخصی هم با خیلی مواقع مثلا یه فرد یک کاری رو انجام میده که این کار رو انجام میده مثلا نمیخواد یه بچه دیگه چه ممکنه بچه خوبی هم داشته باشه نخواد اصلا این رو بروزش بکنه به هر دلیلی، مثلا اون سوشال اسکیلش این رو یا دیولوب نگرد یا برای معیارهای برای خودش داره. من یه ایراد این فکر می‌کنم که خیلی سخته که مثلا این اسم تو نمی‌تونیم ما، یعنی واقعا اگه می‌خوام شخصی فرد رو بسنجیم مثلا نمی‌تونیم از کار جدا بودم، اگه مثلا ما دیگه صحبت می‌کنیم در مرحل اول هست چطور می‌تونیم شما اثراتش رو که این همه راجع مثلا ارتباط فرد با اجتماع صحبت کرده و تاخته بر آدمایی که مثلا کاملا قهرمان بی بعد هستن جدا بذاریم، جدا بذاریم از اون خود اون شخصیت که مثلا ربطی نداره، حالا زندگیش مثلا بیان بزرگ بکنی در اون کتگوری قرارش بدید، مثلا نیچه رفت شما مثلا صحبت میکنی چطور میتونی فراموش بکنی که دستی بودی که 10 سال مریض شد بخاطر یه دیگه نفر داره شلاق میزنه به یه حیوانی مثلا شفقت به دلش ایجاد شد، آیا میتونیم اینا رو جدا بکنیم بگیم مثلا نیچه همونی هست کتاباش میشه نیچه اونی هستی تو شخصیت و چیز دیگه بود از این کسی دیگه، اصلا نمیشه خیلی سخته که اینا رو اصلا تبدیل کنیم. به نظر من میاد اصلا این در این کتگوری ها اصلا توجهی به این موارد نشده، حال زلن بوده مثلا یه سری اخشاص هم اشخاص ما رو میرد بزنی کتگوری کنه دفعنی بکنه خیلی بیدی سطحی داد ایجاد میکنه مثلا شخصیت های انسان استروتایپشون میکنه و اصلا اون پیچیدگی که مثلا کنی کاری تفکر به این اندیشه هسته رو تا حد زیادی نادیده نگاه میده. حالا پس این نظر شما چیه؟ بله عرض می شود که ببینید، بذارید اینجوری پاسخ بدم به آنچه که شما گفتید. دو وجه داره یا دو قسمت داره مباحث کیرکگارد در این باب. یکی این که حالا به قول شما مسئلهش مسئله زدن بوده یا به تعبیر من شخصی کردن، حالا کانت و هگلی که شما گفتید، من میگم اون که فقط راجع به کانت و هگل صحبت نکرده، میدونید راجع به یه نوع، حالا از تعابیر امروزی ها بخوام استفاده بکنم، یه جور ایدئال تایپ استفاده کرده، یه جور سنخ ایدئال یا سنخ آرمانی به اصطلاح، دقت فرمودید. من فکر میکنم حالا ما هم نریم به سر وقت انگیزه خانی کیرکگارد اینطور که شما گفتید، من اونقدر که میفهمم بحث های روان شناختی یا روان کاوانه بصیرت های خوبی توشه، بدون اینکه حالا ما البته مسئله رو شخصی بکنیم، حالا چون شما اشاره کردید به کانت و هگل، نمیدونم اینجا چقدر مسئله او شخصی بوده، چون ممکنه هم تو که در انتهای عرایزم در پاسخ به دوست عزیزمون کومنم اشاره کردم، حالا شاید این بحث رو کسی راجع به خود کیرکگارد هم بعداً شخص او هم بخواد بکنه. من فکر میکنم اصلا این مقوله رو ما شخصی نکنیم. بعدم حساب البته آثار کیرکگارد، آثار هگل و کانت و از شخصیت اون موجود است. اینجا من فکر کنم با یه تیپ سر و کار داره کیرکگارد تا شخص، یعنی آدم هایی که تیپ هگل و کانت باشن. اون میگه که اینا یه کسانی از این سنخن، حالا شما ممکنه مصادیقش رو بگید نه درست نیست، به قول شما نیچه هم، حالا اون راجع به نیچه که شخصاً ادعایی نکرده، مفهوم ابرمرد نیچه رو گفتیم که با آنچه که ازش به دمانیک استیج یاد میکنه کیرکگارد که نوبت آتی بیشتر بحث خواهیم کرد قرابتی داره، اون که راجع به ایده نیچه است. اما افزون بر اون شخصیت نیچه و کانت و هگل قطعاً از ایده هاشون جداست و بعدم اون راجع به این نوع ایده پردازی از منظر خود، یعنی کسی که دنبال یه چیزیه، به تعبیر سنخشناسی های روانی امروز شاید کسانی که تیپ سیکر دارن، یعنی جستجوگرن، حالا چه در وادی فلسفه و چه در وادی علم و این چنین
شکوفایی شخصیت خود رو سراغ میگیرن. من فکر کنم بحثش رو بیشتر باید دیسکریپتیو فهمید. عنایت دارم تعبیر ایگو به کار رفته، تعبیر این که اینا سلفیشن، اینا رو توجه دارم. بیشتر فکر میکنم حالا مراتب دیگر رو، یعنی اون دو مرحله و مرتبه دیگر رو هم بعداً خواهیم دید. فکر کنم بحث رو خود ما هم بکوشیم که دیسکریپتیو و توصیفیش بکنیم و بیشتر ببینیم اگه بصیرتی اخگری در سخن کیرکگارد هست اون رو بگیریم، و اگر هم حتی اگر او میخواست ارزش داوری بکنه ما به اون وقعی ننهیم. و اگر این چنین باشه اون وقت من میخوام بگم که در مقام ارزش داوری، چون اونم یه انسان بوده مثل بقیه انسان هم، اگر الان امروزه نیستم در کشور ما یا در همه جای دنیا در عالم معرفت در عالم روشنفکری، یه سری خورده حساب هم افراد با هم دارن، این همیشه بوده و هست و خواهد بود به احتمال قریب به یقین، و این خورده حساب ها در داوری های اونها هم تیرگی افکنده. همه ما انسانیم، ضعف هایم داریم، کیرکگارد هم قطعا آری از اونها نبوده مثل هر انسان دیگری، بزرگیاش هم به سبب اون اخگرها و بصیرت هایی است که در افکنده، و الا خب منکر احیانا جاهایی که اگر از این نوع داوری های شخصی کرده نمیشه شد. حالا من میخوام بگم اون نکته مهمی که به نظر من بصیرتی که در این سنخ شناسی داره، حالا ما امروز سنخ اولش رو و مرتبه و مرحله اول رو بحث کردیم، فکر کنم توضیح عمیقیست که از مفهوم لذت به دست داده کیرکگارد، و این که نوعی خستگی و کسالت و رکود و ماندگی با این نوع لذت دائم باز تولید میشه و شخص مفردی از آن نداره و گریبان او رو رها نمی کنه، و نهایتا اگر بخواهد از این وادی به درآید باید فکر دیگری بکنه، یعنی نگرش خودش رو عوض بکنه. من تصورم اینه که اون بصیرت اینه، حالا البته مراتب دیگر رو که ببینیم بیشتر درباره سخن میگیم، این نکته ای است که از کیرکگارد میشه گرفت، این مرحله زیبایی شناختی رو این چنین فهمید که بله به تعبیر شاملو و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را. خیلی خوب، این دوره کردن شب و روز و هنوز در مرحله زیبای شناختی برای کسی که اچیومنت های متعارف بسیاری هم از نظر خیلی ها داشته و داره، از شهرت و ثروت و قدرت و معرفت چنان که عرض کردم بگیری تا بقیه مؤلفه ها، اون میخواد بگه اونجا هم گریبان فرض رو رها نمیکنه به رغم اینکه از بیرون ممکنه به نفع دیگری دیده شود، چون یه دوزیه که گفتم باید دائم تزریق بشه. حالا اون بصیرت کیرکگارد اینه که اولین این رو ما به رسمیت بشناسیم و بعد ببینیم که احیانا شخص چگونه میتونه از این بدرآید. این اون نکته ایست که من بسیار میپسندم در این بحث کیرکگارد. بقیهش دیگه میتونه فرو نهاده بشه، شما مصادیق رو عوض کنید. من نمیخوام بگم لزومن کانت و هگل آنچنان که کیرکگارد میگه مصداق این مرحله زیبای شناختی هم، اما فارغ از این مصادیق میتونم مفهوم رو برکشم و اخگری توش ببینم و در این حال سراغ بگیرم یا در بارش فکر بکنم که خب با اون ملالته و کهنگیه چجوری میشه سر کرد و چگونه احیانا فرد اگر بخواهد در این دنیا زندگی کنه بر اون فائق بیاد. اگر از عرفای خودمون بپرسیم اونا خب یه پاسخی به این امر داده ام که حالا به مراتب بعدی و مراحل بعدی که برسیم خواهم گفت. کیرکگارد هم پاسخی داده، ولی به رسمیت شناختن آن و صورت بندی کردنش فکر میکنم بصیرت زاست و این نکته رو میشه در این بحثی از کیرکگارد به رسمیت شناخت و در این حال یعنی ازش استفاده کرد. در این حال نکاتی که شما گفتید علل اصول درسته، فکر کنم ما هم از داوری در این باب اگر بپرهیزیم بهتره و به هر حال بر کانتنت و محتوای اون انگوشه تاکید کنیم. بله تصورم این اول درش امانه شما بفهمید بچه ها بزرد نکته که مثلا از این ترتیبات با همیشه دوست کنیم ریشه این تقسیم برمی از کجا میاد؟ اگر روانشناسی نباشه، روانشناسانه نبوده این تقسیم بندی، پس به چه شکلی فیلمی رو در نظر بگیریم؟ فکر میکنم هر سه این سوادی که جمعه رو صحبت میکنه، اخلاق،
دیواری افلاق و نیمین هسته این ها عناصر تعالی بخش هستن که معنی میدن به زندگی انسان. و اتفاقا من فکر کنم بیشتر از اونی که یک مبنای روانشناسانه باشه یک خیلی حکمت خوبی توی این اما اینا چیزایی هستش که ما در حیوانات نمیدیم. یک حیوان زیبایی رو نمیتونه درک کنه یا اخلاق رو یک مبنای تعهد نمیتونه درک کنه. من به این چیزایی هستم که به نظر من حدسه به زندگی ما معنی میدن و مصرتی مسلح است. یعنی اگر ما بخواییم شکل نگاه بکنیم بخواییم بعد نماشیم که بگیم توی یه مسلحی که یه ذل زیبایی هست، یه ذل اخلاق هست و یه ذل حلوریت هست دیگه یه مقدار بالاتر بگیریم حلوریت این مسلس وسط زندگی کردن برای خیلی به نظرم کیری چیزی که توی وسط هست که فکر کنم هر سه این سزه رو به هم نگه میداره و یعنی هر سه این عناصر رهایی بخش هست، عناصر اطلاع بخش هست. حالا تعریفی که فرض فرمادیشون میکنه از اون ساعت که حالا اسمشون میزنه نسبتی و اونجا حالا زندگی روزمره خواسته های عادی زندگی هم میتونه بیاد منبع زیبایی باشه. این خودش رو رواییه، یعنی رهایی درس میکنم حالا این خودش که بس مفصل باشه. بعد تعهد اخلاق، اخلاق فرقش با اون چیه؟ این زیبایی هم رکاری که تمامیلا کاملا پلیجره، یه جور ساتیسفکشن، حالا در حد بالای ساتیسفکشن، رضایت باطن، پایینش لذت. این کاملا تفاوت داره با لذت جسمانی. یه جور لذت روحانیه، یه حالت خاصی است که با عقل ما کاملا سرشته است. این درک ما از زیبایی درکی که از عقل و حیواناتی رو ندارد. بنابراین کسی که با یه نگاه عقلی بیاد و یک انتخابی بکنه، یه جور هدفی رو برای خودش بگیره و به این هدف حالا متعهد باشه و این رو منبع رضایت خودش ببینه، این رضایت با زیبایی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حالا تو بند تاثیر نباشه، اگر که با این بتونی معبود بدونی این خودش میشه یه سورس. بعد یه قدم بالاتر میاد تعهد میاد مثلا، یعنی تو زیبایی تعهدی در کار نیست. وقتی که وارد اخلاق ما میشیم تعهد هستش که موضوعیت پیدا میکنه، خودش باز درست تعهده ولی یه عنصر رهایی بخش. یعنی شما وقتی به هر چی که تعهد داشته باشید این تعهد باز براتون رضایت باطن میاره، دغدغه رو ازتون جدا میکنه و باز یه عنصر رهایی. این هم به همیست. حالا این سه تا مثلث رو که ما نگاه بکنیم میتونیم این دیدگاه رو داشته باشیم، بیاریم یه نگاه دیگه هم بکنیم. حالا من اونو به این شکل میبینم، مثلثی که یه طرف زیبایی و عشق، نال دیوانا ارفانی تر میشه، یه طرف عشق، یه طرف تجریب، یه طرف معرفت. حالا اون بحث جدا است ولی این رو من به این شکل، یعنی چیزی که باعث میشه این مثلث سزه رو به هم نگه میداره به نظرم عنصر رهایی و اعتنا. خواهش میکنم. من ممنونم. عرض میشود که یه نکتهی حالا راجع به آنچه که شما اشاره کردید دارم، راجع به این ارتباط میان سه مرحله. حالا دو مرحله رو، دو مرحله دیگر رو هفته های بعد خواهیم دید. معنایی که او از مرحله دینی چنان که در عرایزم آوردم مراد میکنه، معنایی که کیرکگارد مراد میکنه با معنای متعارف از امر دینی متفاوته. و بعد یه نکته دیگری، چون چند جا شما اشاره کردید به بحث تعهد، ملاحظه فرمودید در بحث از مرتبه زیبایی شناختی از منظر کیرکگارد ما تعهد رو نباید مد نظر قرار بدهیم، یا انسانی که اهل زیبایی شناختیه و در مرتبه زیبایی شناختی کار خود رو سامان بخشیده کامیتمنت چندانی نداره. حالا از رولها شروع کرد، رولهای اجتماعی اخلاقی، و بعد نوبت آتی در ذیل بحث از دمانیک خواهیم دید که گفتم هر نوع اتوریتی رو منکره یا از منظر او به کناری می نهد. من فکر کنم
آنچه که شما ازش تحت عنوان تعهد و اینا یاد میکنین اون بیشتر تو مرحله اخلاقی سر بر میاد. بله دیگه من تعبیر تعهد به کار نبریم، آره یعنی به قول همون چی میخواد اون رو پلژر رو تعین ببخشه و بعدم تعهد بگیم یعنی پابندی خود، بله نه تعهد از جنس تعهد اخلاقی یا تعهد دینی که بله بله نه تعهد اینجا از منظر اون نیست. و بعد جالبه که میبینید خیلی از کسانی رو که در زندگی به هر حال از پی اهداف خود روان میشوند رو کیرکگارد این چنین متعلق به مرتبه استاتیک و زیبایی شناختی قلمداد کرده. یعنی اولا تفکیک میان زیبایی شناسی هم که گفتید و اخلاق که جلسه آتی خواهیم دید، و بعد انگار در زیبایی شناختی از منظر کیرکگارد این زیبایی شناسی و این امر زیبایی شناسانه با پلژر ارتباط کاملا وسیعی داره و البته پلژر رو هم نفس پلژر میبینه. دیدید حتی گفت sophisticated versions of pleasure، یعنی نوعی پیچیدگی حتی در پلژر، یعنی نه فقط لذات دانی به قول جان سوار میل، میدونید لذات دانی که خوردن و آشامیدن و گوشتی کردن و اطفاء قرائز باشه، نه این لذات دانی، حتی لذات عالی رو هم، یعنی higher pleasure رو هم که در زمره از قبیل ببخشید فیلمثل آگاهی باشه، دانش باشه، زیبایی باشه، حالا به لسان جان سوار میل دارم میگم، لذات عالی هم از منظر کیرکگارد و برآورده کردن آنها در زیر مرحله زیبایی شناختی محقق میشه. لذات عالی هم چون به ابسترکت و اینتلکت هم اشاره کرد دیگه، به معنایی که ما از لذت و مبتنی بر این دوگانه که جان سوار میل اگر لذات دانی رو از لذات عالی تفکیک بکنیم، به نظرم در مرحله زیبایی شناختی کیرکگارد همه لذات رو لحاظ کرده، یعنی تمام لذات دانی و عموم لذات عالی از منظر او زیل مرحله زیبایی شناختی می گنجد و کسی که اونها رو محقق کرده و دل مشغولی اصلی او این امور است همچنان در مرحله زیبایی شناختی قرار داره. تا حالا بعد به مرحله اتیکال و ریلیجیس هم برسیم. بفهم این مرحله هایی که الان تعریف کرده آیا یک مرحله تطبیقی با شخصیت کلی انسان نیست؟ یعنی مرحله زیبایی شناختی رو به مرحله عقل کودکانه شاید بشه بگیم که تطبیق میکنه، حتی در مورد عشق که مثال بارزشه، عشق کودکانه یک عشقیه که دوست داشتن به شرط دوست داشته شدنه، یعنی حس نیاز به نوازش بیشتر تا دوست داشتن، یا خسته شدن از اسبابازی کوچیک به اسبابازی بزرگتر، یا همون پلژر هایی که مرحله به مرحله هر انسانی میخواد، یا دوز هایی که حالا تو مثال زد هایی کلا این سه مرحله رو که تعریف کرده برای تطبیق به خود شخصیت انسان به طور کلی نیست توی مرحله هایی که طی میکنه تو رشد زندگیش. حالا این مربوط میشه به انسان هایی که تو رده باری به هر جهت نیستن، تو لایه نقطه قرار میگیرن و الان تو مرحله عقل کودکانن یا فقر کودکانن، و یا حالا این که حالا من چون به مراحل دو و سه رو هنوز بهش نرسیدیم، حالا یا اینه که این انسان توی این مرحله خواهد ماند، یعنی به این دوزهای بالا و بالاتر میرسه و به یک ملالتی میرسه و تو همین مرحله نیمونه، یعنی دیگه یا توانش رو نداره مرحله بعدی بره، یا اگر که توانش رو داره اون راه یا مرحله دو برای اصلا باز نمیشه، یا اینه که نه بخشش تطبیق با شخصیت خود انسان نیست و این مرحله ها لازم و ملزوم هست. یعنی شما اول باید این مرحله رو طی بکنید تا مرحله اخلاق رو برسید، و مرحله اخلاق رو باید طی بکنید تا مرحله دین برسید. از می شود که بله نکته خوبی اشاره کردید راجع به تطبیق این با دنیای کودکان یا فراتر رفتن از آن. نمیدانم مگر اینکه بگیم که بله آدم دغدغه ها و احوال کودکانه خود رو تا بزرگسالی هم پی میگیره، چون از مثال های کیرکگارد دیدیم کانت و هگل هم بودن، حالا اگر اون تصویر او و روایت او درست باشه، یعنی اذهانی که در اداد نوابق این جهان بودن رو هم او در ذیل مرحله زیبایی شناختی قلمداد میکنه. بله اون بخشی که شخص ترجیح میده بیشتر دوست داشته بشه تا دوست بداره رو خب با
آنچه که امروزه هم در روانشناسی کودک یا مراحل رشد اخلاقی ذکر میکنن کاملا این با اون میخونه و بلوغ از وقتی رخ میدهد، حالا دیدیم به تعبیر کیرکگاردی لاو وقتی محقق میشه که شخص مهارت عشق ورزیدن رو به تعبیر اریک فروم به دست بیاره و بداند که نه، شما وقتی بالغ میشی که هم حالا تعهد در کارت باشه و هم عشق ورزیدن رو، یعنی بدون چشمش دوست بداری، بدون چشمش به تعبیری که در آیین هندو نقل شده کنش بیخواهش داشته باشه. اینا رو موافقم باهاتون، فقط تعمیمش باید داد که بله خیلی از آدمیان در همون مرحله میمونن، حالا از تعبیر خودم استفاده کنم، یعنی کسانی که باری به هر جهت هم حتی نیستن در همون مرحله میمونن، یعنی اینجور کلکولیشن ها خیلی براشون مهمه و بعد هم مبتنی بر همین امور رو پیش میگیرن و پی میگیرن و پیش میبرن. میشه گفت اینها رو بر روی مراحل رشد هم احیانا، حالا اون دو مرحله رو هم بذارید بحث بکنیم در جلسات آتی. در این حال علاوه بر این، آنچه که شما گفتید فکر کنم در این عرایزم هم آوردم، از منظر شارحان کیرکگارد رابطه توالی به معنای منطقی میان اینها وجود نداره. یک کسی واقعا ممکنه از اولی شروع نکنه، این بخت رو داشته باشه که خیلی زود از آن گذر کرده باشه، میدونید؟ آره، میشه تصورم این که کاملا متصور از منظر کیرکگارد، یعنی از اوریج هم بالاتر باشه و بعد اونجا گرفتار اون مرحله خیلی نشه. یک کسی هم ممکنه تمام عمرش در اون مرحله بمانه و میدونید از اون فراتر نره. بله، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این بحث سبقه روانشناسانه پررنگی داره به تعبیر امروزی ها، دار روانکاوانه پررنگی داره و در باب تیپولوژی انسان هاست و اینکه چه چیزی قایت اونهاست در زندگی و حالا مرحله زیبای شناختی که این چنینه. من به هر حال حالا توضیح خواهم داد جلسات آتی، امروز هم اشاره کردم اون اخگری که موج میزنه در این بحث کیرکگارد، حالا در همین مرتبه به هر حال پرداختن به قصه ملالت و کهنگیه. من فکر میکنم اینم از نکات خیلی مهمه در زندگی امروزی که چگونه فرد با تجربه ملال کنار بیاد و این دور کردن شب و روز و هنوز بدل به یک امر عذاب‌آوری از جای به بعد برای اون نشه، برای کسی که در این حال قوته نمیخواد بخوره در زندگی روزمره، مشغول به امور متعارف روزمره، خب همسر داره، فرزند داره، برادر داره، پدر داره، مادر داره، پدر داره، از اون شبه خواهر، برادر، معیشت به تعبیر اینجوری ها بیل داره و بپردازه، ایناش درست، علاوه بر این امور متعارف زندگی از کجا و به چه نحوی میخواد بر این تجربه ملال فائق بیاید و از کجا به بعد درگیر این امور متعارف و این پلیجر هایی که همه ما نصیب میبریم در زندگی، به رغم این که نمیخواد اونها رو انکار بکنه، نمیخواد اونها رو نفی بکنه، نمیخواد اونها رو بخشی از زندگی متعارف زندگی نبینه، چجوری میخواد از اینا ترانسند کنه؟ میدونید منظورم چیه؟ چون ببینید یه مرتبه یا یه نوع مواجهه اینه که شما اینها رو اصلا ایگنور بکنید یا انکار بکنید، این یه نوع مواجهه است. حالا هم عرفا ازش سخن گفتند و هم عده‌ای. من فکر میکنم این بیشتر در مرتبه تعارفات و در حد دغدغه های لسانی و زبانی میمونه، چون وجود انسان آمیخته به این امور هست و اگزیستانس انسان با این چیزا گره خورده. اگر کسی بخواد زندگی این جهانی رو جدی بگیره، پاره‌ای از نسخه هایی که عملیاتی نشدنیست رو نباید بپیچه یا بپیچه راهی به جایی نمیگشایه. من خودم شاید 20 سال پیش از من میپرسیدید اینجوری ها بیشتر فکر میکردم و تصورم این بود که با ندیدن و احیانا سرکوب کردن پاره‌ای از امیال انسان، شخص به نوعی تعالی و حالا به تعبیر امروزی
شکوفایی بیشتری در زندگی نصیب میکنه. امروز سالهاست دیگه اینجوری فکر نمیکنه و شاید اون موقع بیشتر تحت تاثیر غزالی بودم یا برخی از شخصیت هایی که خیلی دوستشون داشتم در سنت خودمون. الانم اون رابطه یه عاطفی رو دارم باشون، اما احساس میکنم اون راهکارها نشدنیه برای زندگی این جهانی و اصلا ادرس کردن، دیدن و به رسمیت شناختن این امیال خیلی مهمتر و رهگشاتره. مهم، سوال خیلی خیلی مهم این است که خب چگونه میشه اینها رو مدیریت کرد و در این حال که شخص میدونه اینا لذاتی است که معالم بوی تکرار و کهنگی میدن و در این حال میدونه گریز و گزیری از اینها در زندگی متعارف نیست، چگونه بتونه دیل کنه و در جای خودش ترانسند کنه، از اینها فراتر بره. توجه فرمودید، من از این منظر خیلی این بحثی کیرکگارد رو دوست دارم. و بعد هم تازه بحثی که میبینید متعلق به متوسطان و متوسطان به بالای هر جامعه است به این معنا. به همین خاطر حالا بیشتر الان در مقام توضیح این مراتب سگانه ایم. حالا راهکار کیرکگارد رو هم که به نوعی عبارت هست از فراتر رفتن از این مرحله تا جایی که میشه رو بشنویم از او و ببینیم واقعا اون پیشنهادی که میکنه این تجربه ملال رو از بین میبره احیانا یا نه. به هر حال این چنین من فکر میکنم که باید به مسئله نظر کرد و این بخش از سخن کیرکگارد رو هم به همین جهت خیلی میپسندم، یعنی توجه کردن به این مسئله که این ملال و کهنگی و از میشود که از جایی به بعد دوره کردن رو تجربه کردن چگونه هم با زندگی ما عجینه و هم چگونه باید اون رو به نحو رهایی بخشی سامان بخشید. اینقدر میفهمید بعد بفهمید دیگه بعد به خود بلندتر میفهمید که از اونجایی که از اصحاب مشکلات که هر سه این مراحل از اونجوری شروع میشه که انسان به یک خودآگاهی، به یک توجهی نسبت به خود اونجوری سوالا براش مطرح میشه، از حد زندگی روزمره عادی شخص میاد بالاتر تا اصلا پا بذاره به این وادی که این ستا رو شامل بشه. بعد تو مثالا که ما برخورد میکنیم، مثالا کاملا ما رو دوباره تو مرحله زیبایی شناسی درگیر میکنه با روزمرگی و همون بیتوجهی به اصل زیبایی. چون من ناظر به فرمایش دوستمون ببینید زیبایی حالا خیلی اتفاق مشکله، یعنی ما چون این سیفترها رو امروز مطرح کردید تصور من این هست ما برای درک زیبایی های مختلف زندگی باید این سکتور هم تازه باز بشه. یعنی فرض کنید یکی مثل خود من که خب درگیری خیلی مختلف مادی و گرفتاری و ندارم، واقعا وقتی میرم توی یه پارک با زن و بچه هم میبینم چطور مثلا فرض کنید دختر من از یه بول میره باش نگاش میکنه لذت میبره و من حسرت میکنم میگم من چرا نمیتونم. فرسته مثلا شما که حافظ رو میخونی، حافظ پر زیباییه. حالا من یه مقدار ادبیات میدونم، اون ریسپتورهای من برای درک اون نوع زیبایی مقدار بازتر میکنید، ولی میخوام بگم خود زیبایی رو دریافتن و یکی خودش یه اطلاعی میخواد، ممارست میخواد، بله. سختی کشیدن میخواد و اصلا این زیبایی هست که اون عشق رو که عنصر اصلی تعالی در عرفان ما شناخته میشه داره، یعنی درک این زیبایی و درک بسم هست که عشق رو به همراه میاره و این همه تأکید میشه در مقابل عقل میذاره، اصلا به این شما با نیستش که همه منها بکنه طبعا درک همین زیبایی با عقله، یعنی اون هارمونی، اون تناسب، اون نظم، هر چی که هست برای اون جوهر زیبایی هر چی که هست اون عقلانیت عقل ماست، عقل ما هست که اون رو میتونه درگیر. من اینجا دیتون یه مقدار فکر میکنم حالا یا نویسنده این کتاب تو انتخاب مثال ها شاید چیز یا خود کیرکگارد واقعا هم یعنی منظورش از این استتیک واقعا روزمرگی بوده به این شدت و اون ملالتی که از زندگی روزمره ما حاصل میکنیم یا نه یه جوهری رو توی این میبینی، یعنی حتی ما در زندگی عادی هم خب بسیار هستن که فرض کنیم شغل خاصی دارن، طرف نجاره، طرف
روزنامه فروش طرف استاد دانشگاه است، ولی اینها با یک تفکری در همون نوع زندگی خودشون هم یک زیبایی رو دارن برای خودشون استحصال میکنن و اون شاید محور این اون جوهر این زیبایی که میتونه حتی در زندگی، چون ببین توی مثالا اینتلکت هم بود و خب اینتلکت اصلا با زندگی عادی هیچ چیزی نداره، سمخیتی نداره، چیز کاملا متعالی تر است. یه چنین استنباط هایی که من دارم که شاید منظور کیرکگور اون خود صورت ظاهر این زندگی نبوده، بلکه اون درک زیبایی هست که یه شخص در مرحله زیبایی شناسی، زیبایی شناختی میتونه تو مرحله به درک اون زیبایی حتی تو همون فریمورک زندگی عادی نائل بشه. نه خواهش میکنم، عرض میشود که والا من اونقدر که میفهمم قصه حالا نه ناظر به زندگی روزمره است، اون میخواد بگه حتی در مراتب عالیه لذت بردن هم نوعی تجربه ملال و تکرار دیده میشه. یعنی شما کانت باشی، کریتیک آف پیور ریزن هم که بنویسی، دوباره کریتیک آف پرکتیکال ریزن هم که بنویسید، یه جور تکرار همون کاره. میدونید میخوام این رو بگم، یعنی در مراتب عالیه اینتلکت هم که الان شما گفتید، یا کسی که نقاشه، کسی که هنرمنده، کسی که موسیقیدانه، کسی که نوازنده است، کسی که خواننده است، از یه جا به بعد نوعی تکرار و دوره کردن و شب و روز و هنوز رو تجربه کردن در کارش دیده میشه. من تصورم اینه که ما از زندگی متعارف هم که فراتر بریم از منظر کیرکگور، چون اسم هگل و کانت رو هم برده و بعد نویسنده که sophisticated version of pleasure رو هم به کار برده، برای همین هم عرض کردم، یعنی لذات عالی به تعبیر جانس روان میل هم به نظر میاد از منظر کیرکگور معالم با نوعی ملالت هم داره. ولی منظورش رو این پر صحبتشون ملالته نیست به نظرم، یعنی درک زیبایی که در حتی در فریمورک زندگی عادی هم هست. میگه که نهایتاً یه جور تلخی نهایتاً هست، میگه تکرار توش. این چند جا اینو گفت که حالا قصه دمانیک رو هم هفته بعد خواهیم دید، اما چند جا میگه که شما به هر حال وقتی که در مرحله استاتیک هستی، چه بدانی چه ندانی، چند جا این رو گفت، منم تکرار کردم، چه شخص ریکاگنایز بکنه به اصطلاح چه نکنه، اینا چون با نوعی تکرار و عرض میشود که تکرار و نوعی میخوام به کلمه ملالت رو به کار نبرم، نوعی دوره کردن و نوعی تکرار همراهه، او میگه نهایتاً به نوعی یأس یا به تعبیر من تلخی یا نوعی ملالت میرسه. تعبیر ملالت شاید تعبیر رساتری باشه به همین خاطر. یعنی علا ایحال این تجربه ها از منظر کیرکگور به سبب این ماهیت انسانی ماست، من این چنین میفهمم، یعنی چون ما تخت بند زمان و مکانیم، این تجربه ها هر چقدر هم با تجارب متعارف مردم یا با آدم های متوسط و زیر متوسط هم متفاوت باشه، به هر حال احوال غریبی رو به همراه میارن. ببینید ما خب در حالت زندگی روزمره هم، یا نگم زندگی روزمره، در احوال هنرمندان یا انسان‌های فوق متوسط هم این چیزها رو می‌بینیم دیگه. گفتم قبلا از من احتمالاً یا از جای دیگری شنیدید که آقای دکتر کاتوزیان میگه که گلستان رو سعدی چرا نگاش؟ برای اینکه از اون افسردگی پس از سرایش بوستان بدراید. و بعد میگه این شبیه افسردگی است که میگن پس از زایمان پاره از خانم ها نصیب میبرن. خب یه کسی در سطح سعدی آفرینش هنری، تعبیر آفرینش و خلق ایده ها رو اینجا به کار برده، کیرکگور خلق کرده یه اثری رو که همچنان جاودانه است مثل بوستان، اما بعد نوعی ملالت و دپرشن رو به تعبیر امروزی ها نصیب برده، دوچار اون شده. میگه برای رهایی از آن رفت گلستان رو نمیشه. دقیقا فهمودیم، میخوام میگم در اون سطوح هم کسی مثل سعدی از این تجربه ها داشته. یا فروغ فرخزاد هنگام سرایش ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، چنان که نوشته ان چه روزها و شبهای دردناکی رو تجربه میکرد، چون هم در کار آفرینش بود و هم احوال این آدم های به اصطلاح این روزی رومانتیک این چنین بوده. من میخوام بگم اون حرف کیرکگور رو این چنین هم میشه فهمید، یعنی حتی یه اثر ناب هنری
وقتی خلق میشه یه اثر بلند فلسفی نوشته میشه، یه رمانی خلق میشه، کاملا میتونه اون ملالت رو پس از آن به همراه بیاورد. اینجوری هم میشه دید، حتی توجه فرمودید به این معنا، چون نوعی تکرار و دوباره و دوباره توشه. حالا این ناظر به مقتضیات انسان بودنه و شاید هم راهکاری جز این نداشته باشه که فرد تا میتونه تلاش کنه، کسی که این احوال رو داره از اون تجربه های ناب دوباره از سر بگذرانه. میدونید میخوام میگم بیشتر در مقام اینه که تجربه زیبایی شناختی کی رخ میده به معنی کیرکگاردی کلمه، و انسان میتونه حتی sophisticated pleasures رو هم نصیب ببره. بالاخره کسی که شعر میسرایه، کسی که مینویسه، من در مراتب پایینش خودم این رو نصیب بردم به قدر طاقت بشری، وقتی مقاله‌ای که مدت‌ها ذهنم رو درگیر کرده، یه ایده‌ای در ذهنم سر برآورده و مشتغل بدانم، وقتی اون رو می‌نویسم یه حس خیلی خوبی رو به رغم رنجی که آدم می‌بره، به رغم تمرکزی که باید بکنه، منابع مختلفی که باید ببینه و بعد تمام موقع نگارش چیزای تازه‌ای برای مکشوف میشه، اینا همه یه تجربه‌ای است که خب نوعی پلژر توشه. البته این تجربه با پلژر نوشیدنی سرد وسط گرمای تابستان فرق میکنه، اون یه نوع پلژره، این یه جور پلژره، و به همین خاطرم از استوارت میل من یاد کردم. فکر میکنم سخن کیرکگار ناظر به اصناف این لذاته، و البته آنچه بیشتر به ذهن متبادر میشه اون لذات عالی است که عرض میشود در اینتلکت دیده میشه. توضیح او و توصیفش هم به سبب مقتضای زیستن ما بر روی این کره خاکیه، بیشتر منا در مقام توصیفه. حالا ببینیم این مقدار که ما آدمیان چگونه میتونیم به حال به زندگی خود به این طریق معنا ببخشیم، یعنی بعد از شناسایی این، مثلا من و شما رو بعد که اینا رو میخونیم ببینیم حالا به مرتبه اخلاقی بریم یا به مرتبه دینی بریم یا همین مرتبه زیبایی شناسی اگر بتونیم پای بنهیم، ممکنه فرد به هر حال اوضاع احوالش تناسب و تلاقم بیشتری با اینو داشته باشه. چون خود کیرکگارد هم میگه کسانی هستن که پای در این مراتب نهاده اند و تا آخر عمر هم اینجا مونده اند، یعنی هیچ چیزی هم نداره، قرار نیست کسی لزوما از مرتبه زیبایی شناختی فراتر بره اگر پا بنهه، چه بسا کسانی که پای هم گفتم اصلا نمینهن از منظر کیرکگارد. خب ممنون از توجه دوستان، ایشالله هفته آتی تتمه بحث از مرتبه زیبایی شناختی و بحث از مرتبه اخلاقی در فلسفه کیرکگارد رو حتما پی میگیریم. حقیقتا سپاسگزارم از مشارکت دوستان در این گفتگوها، بنده هم چیز یاد میگیرم و از نکته سنجی های دوستان استفاده میکنم، همچنین از عزیزانی که از طریق تلگرام و فیسبوک و ایمیل با من ملاحظاتشون درباره این فایل های صوتی در میان نهاده اند صمیمانه سپاسگزارم. ممنونم از نکته سنجی ها و پرسش هایی که طرح می کنن و من در حین عرایزم و تغییر مباحث از اونها استفاده می کنم. تا جایی که مجال داشته باشم مکتوب پاسخ میدم به عزیزان، اما برخی هم چون گله کردن که فلانی به پرسش های ما پاسخ ندادی، از اونها استفاده می کنم جهت ایضاح بیشتر عرایز و احیانا در کلام درج میکنم پاسخی که به اون پرسش ها مد نظر دارم. تا هفته یاد.